ممنون، منم سلام ویژه شما دکتر نوروزی عزیز. واقعا باعث افتخاره که تو این جمع باشم. ممنونم از دوستان که دعوت کردم، امیدوارم که مفید باشه و همطور گفتم وقتشون تلف نشه تو این حدود یک ساعت. انشالله. آقای دکتر اگر اجازه بدین، پس من یک مقدمه دیگه، خیلی میکرو مقدمه بگم و کار رو شروع کنیم. اول از همه من تشکر میکنم از همه عزیزانی که توی جلسه ابتدا شرکت کردن، تعداد به 199 نفر رسیده. آقای دکتر مقامی، محدودیتی داره به اصطلاح الان این تعداد کاربر همزمان اکانتی که داریم؟ آقای دکتر ما تا 200 نفر پس احتمالاً بیشتر از 200 نفر هم الان هستن که بیان، که تا 199 تا که هستن ما در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمد میگم، همچنین خدمت اساتید گرامی که تشریف آوردن در این جلسه. من حقیقتش با اجازه خیلی مختصر فقط بگم ما انشاءالله این جلسه در خدمت آقای دکتر رحیمی هستیم، که آقای دکتر رحیمی الان در حقیقت پژوهشگر پسا دکترا در دانشگاه ایالتی فلوریدا هستند. آقای دکتر لیسانسشون مهندسی کامپیوتر در ایران و بعدش فوق لیسانس رو در مالزی در حوزه چندرسانه‌ای و تکنولوژی‌های یادگیری الکترونیکی گرفتن و در ادامه دکترای خودشون رو در همین رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه ایالتی فلوریدا که همه دوستان در جریان هستن، یکی از مطرح‌ترین دانشگاه‌ها در رشته تکنولوژی آموزشی هست. همچنین در کنار دکترا ایشون در حقیقت فوق لیسانس و یه فوق لیسانس دیگه در رشته آمار و سنجش در علوم تربیتی هم گرفتن. من اگر همه اینا رو در یک طرف بذارم، مجموع فعالیت‌های ایشون و ارتباطات هم بین‌المللی هم ملی که از چندین سال قبل دارن جایگاه خودش رو داره. همین الان به شدت هم در رشته خودشون فعالن، هم در حوزه در حقیقت راهکارهایی برای دوران کرونا برای کشور عزیزمون ایران، که انشاءالله اگر فرصتی شد چند دقیقه هم در انتها درباره این فعالیتی که دارن با ارتباطی که با یک سری از دوستان در داخل ایران دارن هم توضیح بدن. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم. ما انشاءالله سعی میکنیم با عرض پوزش البته از همه شرکت کنندگان به خاطر تأخیری که پیش اومد، ما انشاءالله سعی میکنیم اون یک ساعت رو در نظر داشته باشیم. حدود 35 دقیقه در خدمت شما هستیم با ارائه و بعدش هم پرسش و پاسخی که پیرامون موضوع ارائه شما هستش. قبل از این هم که شروع کنیم، دوستان به من یه فیدبکی میدادن، بازخوری دادن درباره خود موضوعی که انتخاب کردین و سنجش و ارتقای بازی محور خلاقیت. احتمالاً با توضیحی که در ادامه میدین این موضوع شفافتر میشه و علت انتخاب این موضوع هم بیشتر برای ما روشن میشه. ما در خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خیلی ممنونم آقای دکتر طوفانی نژاد برای مقدمتون. امیدوارم که تو این فرصتی که داریم بتونیم مواردی رو شفاف کنیم در زمینه سنجش و ارتقاء بازی محور خلاقیت، یعنی سنجش خلاقیت بر اساس بازی و بازی های کامپیوتری و رایانه‌ای. بسم الله. خب شما الان تصویر منو می‌بینید؟ فول اسکرین کردم، نمیدونم که شما الان دقیقا چه میبینید. ما الان کامل هم تصویر شما رو داریم هم ارائه شما رو داریم. خیلی خب، من اول از این اسلاید شروع میکنم که واقعا خلاقیت اصلی از طرف خدای متعال هست و امیدوارم که در نظر گرفتن این توی ذهنمون بتونیم به راهکارهای اصلی برای ارتقای خلاقیت برسیم با لطف خدای متعال. خب این فهرست مطالبی هست که یکی یکی واردشون خواهم شد. به هر حال این ارائه من تقریبا یک ورژن ترجمه شده ارائه دفاع دکترای من هست و این موضوع رو برای پایان‌نامه دکترام انتخاب کرده بودم
قسمت‌های عمده‌ای از اسلاید‌ها انگلیسی هست، ولی قسمت‌هایش رو ترجمه کردم به دلیل اینکه می‌دونستم دوستان به حال بحث و جمع متخصص هست، اسلاید‌ها رو انگلیسی نگه داشتم، جاهایش رو ترجمه کردم، ولی خب هر جا که نیاز بود انشالله بعداً توضیح خواهم داد. خلاقیت یکی از مهمترین مؤلفه‌ها و توانایی‌هایی هست که در لیست‌های مختلفی بیان شده که این مهارت یکی از مهمترین مهارت‌ها برای زندگی در قرن 21 هست، برای موفقیت در قرن 21. یکی از مثال‌ها رو اینجا می‌بینید که از World Economic Forum هست، در سال 2016 پیش‌بینی کرده بودن که این لیست 10 تایی از توانایی‌ها که خلاقیت سومین اون هست در سال 2020 که از یعنی لیستی خواهد بود که افراد نیاز دارن برای موفقیت در زندگیشون داشته باشند. حالا این تصاویر دوباره گفتم چون پی دی اف هست نمیشه، اما در این اسلاید من توجه شما رو به شرایطی که درش هستیم جلب کرده بودم، حالا به این شکل داره ارائه میشه و اون همین هست که توی این پاندمی که هستیم برای اینکه بتونیم ازش عبور بکنیم، برای اینکه زنده نگه بداریم آموزش رو و شغل‌های مختلف رو و همچنین واکسن که اخیراً آمده، نیاز به خلاقیت در همه این مراحل و مکان‌ها دیده میشه. و وقتی از خلاقیت حرف میزنم توی این به عبارتی پژوهش که انجام دادم، منظور من خلاقیت‌های هنری فقط نیست، خلاقیت‌هایی که بتونه مشکلاتی رو که انسان‌ها باش در درگیر هستن در زندگی خودشون، انسان‌ها بتونن اونها رو حل کنن. این مشکلاتی که ما می‌بینیم مثل همین بحث کووید 19 چیزایی هست که قبلا وجود نداشته، مشکلات جدید هست که نیاز به راه حل‌های جدید داره و انسان‌ها باید اون توانایی‌های پیدا کردن اون راه حل‌ها رو داشته باشن. اگر در طول آموزششون تمرین بکنن که خلاق باشن و دید جدید داشته باشن نسبت به مشکلات و مسائل، احتمال این که در زمانی که واقعا در زندگی واقعی با یک مشکل جدید مواجه بشن و بتونن اون رو با یک روش خلاقانه حل کنن ارتقا پیدا میکنه. پس این خیلی مهمه که ما در آموزش به این امر خیلی توجه بکنیم. به صورت تخصصی رو بحث آموزش خلاقیت در آموزش بخوایم نگاه بکنیم، این بلومز تاکسونومی هست، هرم بلوم که همه شما باش آشنا هستید، که نشون میده مراحل مختلف یادگیری یا رده‌های مختلف یادگیری به این شکل هست که خلاقیت یا ابداع در بالای این هرم قرار میگیره. یعنی اگر واقعا کسی در رشته‌ای که کار میکنه و در فضایی که حالا تو بحث آموزش کار میکنه بتونه یک کار جدید، یک بحث جدید، یک پژوهش جدید رو انجام بده، اون بالاترین نوع یادگیری هست که اون انسان میتونه انجام بده. حالا در کلاس درس اگه بخواید در نظر بگیرید، اگر معلم یک پروژه‌ای رو تعریف بکنه به بچه‌ها، خلاقانه اون پروژه رو با استفاده از مثلا علوم ریاضی، علوم و دیگر دانش‌هایی که کسب کردن انجام بدن، یک کار جدید رو که تا حالا کسی دیگه انجام نداده انجام بدن، خب خیلی درجه بالایی از یادگیری رو داره. مقایسه کنید با اینکه ما از یک دانش آموز فقط بخوایم یک چیزی رو به خاطر بسپره و بعد توی ورقه امتحان به ما پاسخ بده. خب اون رده پایین پایین هست. متاسفانه سیستم های آموزشی بیشتر توجهشون به رده های اول، دوم، نهایتاً سوم توی این هرم هست، ولی خب ما نیاز داریم که توجهمون رو تغییر بدیم به سمت بالای هرم که بیشتر کاربردی هست و تو زندگی به درد میخوره. در دنیا به خاطر اینکه تا الان توجه به اون رده های پایین بوده، آزمون هایی داشتیم که مثلا خود آزمون پیسا که شما اینجا میبینید یکی از آزمون‌های معروف هست که بیشتر توجهش روی ریاضیات و علوم بوده تا الان و کشورها رو رده‌بندی می‌کردند با استفاده از اون آزمون‌هایی که دانش آموزان هر کشور، حدود 6000 دانش آموز از هر کشور هر 4 سال یک بار توی آزمون‌های پیسا شرکت می‌کنن و بعد رده‌بندی میشن کشورها بر اساس نتایج اون آزمون ها. خب برای اینکه کشورها با هم رقابت میکنن، توی مدارس بیشتر توجه مدارس رو این هست که خب ما حالا بیایم روی این دانش ها بیشتر کار بکنیم، ریاضی، علوم، خواندن و نوشتن و اینجور مباحث، و توجه به رده های بالای این هرم کم بود. اما از سال 2018 پیسا تصمیم گرفت یک آزمون طراحی بکنه برای سنجش خلاقیت
و در همین کشورها در سال 2021 اون رو به عبارتی به انجام برسونه. استاد من و من هم تو این پروژه شرکت کردیم و در حال حاضر در حال پایان طراحی این آزمون هستند و انشالله انجام میشه. اگر این آزمون انجام بشه و کشورها ببینن که توجه شرکتی مثل یعنی مجموعه‌ای مثل OECD و آزمونی مثل پیزا به سمت خلاقیت رفته، خب خیلی نتایج خوبی خواهد داشت و در مدارس هم بیشتر خواهیم دید که این نوع نگاه ادامه پیدا بکنه و کشورها توجهشون رو به خلاقیت تغییر بدن. یکی از روش‌هایی که میشه ارائه داد برای اینکه خب ما هم خلاقیت رو بسنجیم هم ارتقا بدیم، بازی‌های ویدئویی هستن. خب دلایل مختلفی ذکر شده در ریسرچ‌هایی که انجام شده. اولا بازی‌های رایانه‌ای محبوب هستن، همه کم و بیش بازی کردیم با بازی‌های رایانه‌ای. خیلی‌ها هستن که زمان‌های طولانی در روز به بازی کردن می‌پردازن و بعد شاید ساعت‌ها بازی کنن و متوجه نباشن که ساعت‌ها گذشته و دارن با یه بازی کامپیوتری بازی می‌کنن. بازی‌های رایانه‌ای یک سری انگیزه‌های درونی برای آدم ایجاد می‌کنن. کسی به انسان مثلا پول نمیده یا یک انگیزه خارجی وجود نداره که ما رو ترغیب کنه به بازی کردن، ولی خب می‌بینیم که خیلی‌ها علاقمند میشن به بازی‌ها، بسیار جذاب هستن. سعی و خطا درشون خیلی ساده میشه انجام بشه بدون اینکه ترسی باشه از عواقب اون خطاها. و یک مفهوم خیلی مهم در روانشناسی هست به اسم فلو یا جریان، که اگر شما تواناییتون و چالش‌هایی که باهاش روبرو هستید با هم همخوانی داشته باشه، حالا هر کاری که شما میخواید با اون درگیر باشید، مثلا نواختن پیانو یا نواختن هر اینسترومنت موسیقی بخواید در نظر بگیرید، شما وارد یک حالتی میشید به اسم فلو یا جریان که در اون حالت شاید اصلا حواستون به زمان نیست. بازی های رایانه این کار رو میکنن، کم کم به صورت یعنی تدریجی شما تواناییتون ارتقا پیدا میکنه در اون بازی و چالش های اون بازی هم بیشتر و سختر میشه و توی اون فلو شما قرار میگیرید. و تحقیقات نشون داده که در حالت فلو اگر کسی قرار بگیره، در اون حالت خلاقیت میتونه اتفاق بیفته. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، بازی های رایانه ای تسهیلگر فلو هستن یا جریان، و وقتی شما وارد جریان میشید میتونید خلاق بشید. پس اگر بیشتر بازی های خوبی داشته باشیم که اونها بتونن زمینه ساز جریان همین فلو بشن، میتونیم بگیم که بازی کردن بیشتر در اون بازی ها ممکنه باعث ارتقاء خلاقیت بشه. دلایل زیادی دیگه ای هست که حالا اینجا به اونها نمیپردازم. ایده ای من این بود که استفاده از یک بازی که در دانشگاه ما طراحی شده بود در حدود 10 سال پیش توسط استاد من، این بازی طراحی شد به اسم زمین بازی فیزیک و از سال 2017 خود من برنامه نویس این بازی بودم. خب از این فرصت استفاده کردم برای اینکه من پایان‌نامه خودم رو انجام بدم. قسمتی در این بازی طراحی کردیم که در اون ما میتونیم از کسانی که برنامه نویس نیستند بخوایم که مرحله بازی طراحی کنند برای این بازی ما. الان در این مثالی که میبینید در سمت چپ یک مرحله بازی هست و این بازی خیلی هدف ساده ای داره. شما باید یک بادبادک قرمز رو با یک توپ سبز هدف قرار بدید و اون مرحله رو ببرید اصطلاحا. و در این بازی شما از قوانین فیزیک استفاده میکنید و این مراحل رو میبرید. اما در این فضایی که ما طراحی کردیم، شما یک فضای خالی رو میبینید، فقط توپ و بادبادک رو دارید و بعد باید خلاقانه یک مرحله بازی طراحی کنید با فقط کشیدن اون خطوط و ایجاد یک مرحله بازی. هیچ کار دیگه ای نباید بکنه اون کسی که داره با این نرم افزار کار میکنه. این دور مرحله‌ای که شما اینجا میبینید خیلی شبیه همه از نظر ساختاری، اما اون که در سمت راست قرار داره به اسم Invisible Shift خیلی خلاقانه تره. ولی هر دو دارن یک مفهوم رو ارائه میکنن و یک کار رو انجام میدن تو بحث فیزیک. خب هدف من این بود که با کمک رساندن به اون مخاطبین کاری بکنم که بیشتر مخاطبینی که وارد پژوهش من میشن مراحلی رو طراحی بکنن که خلاقانه تره. و در پی این تمرین روی اینکه مراحل خلاقانه تر طراحی بکنن، در نهایت هدف من این بود که خلاقیتشون رو ارتقا بدم، حتی شده اندکی.
یه مقدار در مورد خود خلاقیت اگه بخوایم صحبت بکنیم و تعریف بکنیم، یکی از اولا خلاقیت خیلی تعاریف مختلفی داره و یکی از تعاریفی که خیلی از پژوهشگرها با هم توافق کردن سر اون همین تعریف ساده هست. هر ایده یا محصولی که تازگی داشته باشه، یعنی کسی تا حالا اون کارو نکرده باشه و مناسب باشه، یعنی در اون کانتکستی که داریم بحث میکنیم مشکل ما رو حل کنه و عملی باشه، یعنی کاربردی باشه، ما یک ایده ای بدیم که اجرا هم بتونه بشه و کسی اون کارو نکرده باشه، این ایده ایده خلاقانه ایه. به اصطلاح بهش میگن appropriate novelty. یه سری چیزهای دیگه هم در مورد خلاقیت بیان شده در مورد پژوهشی که انجام دادم. مثلا اگر یک ایده خلاقانه هست، باید بحث‌های زیبایی شناسی هم درش دیده شده باشه، کیفیت بالا هم باید داشته باشه و یه سری مثلا المان‌های غیر منتظره بودن هم درش وجود داشته باشه که همش اون بیننده رو به عبارتی سورپرایز میکنه وقتی اون نکات جدید رو در اون محصول میبینه. رویکردهای مختلفی برای پژوهش روی خلاقیت هست. اگر در مورد پژوهشی نگاه بکنید در پژوهش‌های مختلف، مثلا روی محصول نهایی تمرکز می‌کنن که آیا این محصول نهایی یک محصول خلاقانه هست یا نه، یا روی شخصیت خود فرد، چه مشخصه‌هایی یک فرد خلاق داره، روی اون بحث می‌کنن، و یا روی فرایندی که منتج به یک محصول نهایی خلاقانه میشه. توی پژوهش من از این دو من استفاده کردم، هم محصول نهایی که اون لبل ها و مراحل بازی هست که دانشجوها طراحی کردن، و هم پروسه و اون که با چه روندی این محصول های نهایی به خلاقیت منتج میشه. من روی این دو تمرکز کردم. فرضیه ها و مدل های مختلفی هم داریم که اینجا من اسم های اونا را آوردم، وارد جزئیاتشون نمیشم. به عنوان یکی از فرضیه هایی که خیلی معروف هست به اسم فرضیه سیستمی یا نظاممند خلاقیت هست که تعریف میکنه که اگر میخواد خلاقیت صورت بگیره سه تا مؤلفه باید وجود داشته باشه. یکی شخص که خودش خلاقیت به خرج میده، یکی اون به عبارتی موضوعی که میخواد روش خلاقیت به خرج بده، و یکی فیلد که تشکیل شده از انسان‌هایی که در اون فیلد هستن، متخصصینی که در اون فیلد هستن، که اونها هستن که تشخیص میدن که آیا این کار خلاقانه بوده یا نه. شما یک کار رو انجام میدید، ارائه میدید و بعد مشخص میشه که این خلاقانه بوده یا نه. یکی از مدل‌هایی که خیلی معروف شده در سال‌های اخیر به اسم مدل 4C هست، یعنی 4C، که چهار نوع خلاقیت رو بررسی میکنه توسط جیمز کافمن و ران بگتو، که من روی اون توی این پژوهشم تمرکز کردم. حالا اینجا یکم توضیحش میدم، اومدم ترجمهش بکنم، شد مدل 4 خ، فقط من باب مزا. ولی خیلی نکته مهمی هست اینجا که میگه ما خلاقیت رو در لبل های مختلف داریم، یک نوع خلاقیت نداریم. مینیسی کریتیویتی اون نوع خلاقیتی هست که شما بر اساس آنچه که تا الان انجام دادید مربوط به خودتون احساس خلاقیت میکنید، یعنی اگر یک کار جدیدی انجام بدید که تا حالا انجام ندادید اون مینیسی هست. فکر کنید یک طرح جدیدی کشیدید، یک دانش آموز مثلا یک نقاشی جدید میکشه و حس میکنه که یک کار جدید انجام داده. لیتل سی یا یک مقدار خلاقیت کوچکه که بخوایم بهش بگیم، اون نوع خلاقیتی هست که شما با یک عده محدود از انسان‌ها مقایسه می‌کنید کار خودتون رو و نقاشی خودتون، اگه تو بحث نقاشی بخوایم در نظر بگیریم. پروسی یعنی شما در سطح جهانی معروف هستید و کار خلاقانه ای انجام دادید، فیلدی که توش قرار دادید رو قرار دارید یا دومینی که توش قرار دادید رو قرار دارید رو به عبارتی به جلو بردید، کار جدیدی درش انجام دادید. و نهایتاً بیگ سی کریتیویتی که مربوط به نابغه ها هست و کسانی هست که برای اینکه در این لول قرار بگیره کسی باید کارش خلاقانه در حد پروسی باشه و بعد مثلا از دنیا بره و بعد ما صبر بکنیم 100 سال بعد از اینکه او از دنیا رفته، یا در حدود 100 سال صبر بکنیم، و اگر هنوز کار اون فرد مورد رجوع بود ما میتونیم بگیم که اون فرد جزء گروه بیگ سی هست.
کسان دیگه مثل لئوناردو داوینچی، مثل انیشتین، اینا همه میتونن توی اون گروه قرار بگیرن. در سالیان گذشته برای پژوهش روی خلاقیت و سنجش خلاقیت از روش‌های مختلف استفاده شده. اولا خلاقیت یکی از کانستراکت ها یا موضوع هایی هست که خیلی ساده نمیشه اون رو سنجش کرد. بسیار ربط داره به اینکه چه کسی داره به اون محصول نگاه میکنه و از نظر او آیا خلاقانه هست یا نه. ولی برای اینکه ما بتونیم بسنجیم، خب نیاز داریم که اینها رو تعریف بکنیم به شکلی که اینجا میبینید و که بتونیم ازشون استفاده بکنیم، از این مؤلفه ها، زیر مؤلفه ها، برای اینکه بتونیم بسنجیم خلاقیت رو. تفکر واگرا یکی از نزدیکترین مؤلفه ها یا کانستراکت هایی هست که توی پژوهش بهش اشاره شده برای سنجش خلاقیت، که تشکیل شده از 4 زیر مؤلفه که میتونیم به اونها اینطوری بیان بکنیم که فلوئنسی هست، اوریجینالیتی هست، فلکسیبیلیتی هست و الابوریشن. حالا من نمیدونم این ترجمه ها رو مناسب انتخاب کردم یا نه، اما فلوئنسی یا سلیس بودن یعنی اینکه شما چه تعداد ایده میتونید بیان بکنید. اگر یک سوالی از شما پرسیده بشه، به عنوان مثال یکی از سوالات معروف برای سنجش فلوئنسی این هست که شما اگر بتونید تعداد مختلفی استفاده از یک شیء مرسوم، مثلا مداد، چه استفاده های دیگری از مداد میشه کرد، و بعد شما بتونید یک لیست بیان بکنید. تعداد این لیست که هر استفاده‌ای که شما بیان می‌کنید اگر متفاوت هست با استفاده دیگه که بیان کردید، نشون میده که شما چقدر سلیس هستید. شاید یک نفر بتونه فقط 2 استفاده دیگر برای مداد بیان کنه، شاید نفر بتونه 20 استفاده بیان بکنه. خب تفاوت این 2 نفر روی فلوئنسی مشخص هست. اصالت یا اوریجینالیتی این یک مؤلفه‌ای هست که شما مقایسه می‌کنید اون پاسخهایی که یک نفر به اون سوال داده رو با پاسخهایی که دیگران دادن، و اگر پاسخهایی که دیگران دادن با اون یکی هست، به عنوان مثال مثلا شما 100 نفر انسان دارید، ازشون سوال کردید به من بگید که چه استفاده های دیگری از مداد میشه کرد، و 50 نفر اینها 50% بیان بکنن استفاده ای که، یعنی بیان شده توسط 50% آدم ها، خب این پاسخ اوریجینالی نیست. اما یه نفر پاسخی میده که هیچ کس دیگه اون رو نگفته. در حقیقت میخوام اینجا بیان بکنم که برای پیدا کردن اوریجینالیتی یک پاسخ، شما باید اون رو مقایسه بکنید با پاسخهای دیگه که توی یک گروه داده شده برای یک سوال. فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری اون کاتگوری ها یا گروه هایی هست که شما میتونید پاسخهای یک نفر رو در اون گروه ها قرار بدید، و حالا توی مثال که در آینده خواهم داد این بازتر خواهد شد. و در نهایت جزئیاتی که توی پاسخهایی که شما میدید چقدر هست، elaboration هست که در آخر آوردم اونجا. اگر بخوایم تأثیر بازی ها رو بر روی خلاقیت بررسی بکنیم، به سه دسته از پژوهش ها برمیخوریم توی مرور پژوهشی. اولین نوع بهشون میگن correlational studies، که یه نوع پژوهش هایی هستند که از کسانی که در پژوهش شرکت میکنن فقط سوال میکنن که شما چقدر بازی میکنید به عنوان مثال در طول هفته، و چه بازی هایی میکنید، و بعد ازشون یه سری تست خلاقیت میگیرن و ضریب همبستگی این پاسخ ها رو میسنجن که ببینن آیا بازی کردن با بازی های ویدیویی یا کامپیوتری هیچ رابطه ای داره با خلاقیت افراد. خب یافته هایی که این نوع پژوهش ها داشتن یه جوری در هم هست، یعنی بعضی از اونها گفتن هیچ رابطه‌ای وجود نداره، بعضی ها گفتن رابطه منفی وجود داره، یعنی هرچی بیشتر بازی بکنید خلاقیت کمتری خواهید داشت، و بعضی هم گفتن که رابطه مثبتی وجود داره، یعنی هرچی بیشتر بازی بکنید خلاقیت بیشتری خواهید داشت. خب مشکلی که این نوع پژوهش ها دارن اینه که تمام بازی ها از هر نوعی که باشه رو در یک سبد میگذارن و میخواستن به یک پیدا کردن یک رابطه برسن. دسته دوم توسط مشاهده ها و اینکه از یک گروه محدودی از آدم ها خواستند چند نوع بازی رو که از ژانرهای مختلف هستند بازی کنند، و بعد اونها رو مشاهده کردند، نوع رفتارشون رو، درگیری اونها رو با بازی چقدر بوده، چقدر حدش بالا یا پایین بوده، یک نوع پیدا کردند که آیا بازی ها ممکن هست که از پتانسیل مختلفی برخوردار باشن برای ارتقای خلاقیت یا نه، و تونستند پیدا بکنند که بعضی از بازی‌ها پتانسیل بیشتری دارن برای اینکه بتونن خلاقیت رو ارتقا بدن.
و در گروه سوم اون بازی هایی که در اون پژوهش های مشاهداتی پیدا شده بود مقایسه کردن اون بازی ها رو با بازی های دیگر. به عنوان مثال این سه بازی که من اینجا آوردم سه بازی معروفی هستن که در اون پژوهش ها استفاده شده بودن. ماینکرافت یکی از بزرگترین بازی هایی هست که الان بازی میشه، فکر میکنم هر ماه چند صد میلیون افراد هستن که بازی میکنن ماینکرافت، و کرایان فیزیکس هست و پورتال 2. اینها بازی هایی هستن که مشخصه هایی دارند که میتونن خلاقیت افراد رو ارتقا بدن. به عنوان مثال شما تو هر سه این بازی ها میتونید مراحل بازی طراحی بکنید. مخصوصا توی ماینکرافت شما هر چی که دلتون بخواد میتونید طراحی بکنید. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اما اینها پتانسیل دارن برای خلق کردن. ولی بازی هایی مثل بازی های شوتینگ، بازی های مثلا نید فور اسپید هست که شما فقط یک ریس هست و درش باید مسابقه بدید، اینها بازی هایی هستن که شاید ریاکشن آدم ها رو ارتقا بدن و نه خلاقیت آدم ها. اگه بازی بخواد ارتقا خلاقیت رو داشته باشه، بازی هست که اون کسی که بازی میکنه رو درگیر در ساختن بازی میکنه. یک به عبارتی اوپن اندد استوری لاین داره که شما میتونید این بازی رو همونطور ارتقا بدید و هر چی که دلتون بخواد توش بسازید. این نوع پژوهش ها که اکسپریمنتال بودن نتایج مثبتی نشون دادن که این بازی ها میتونن خلاقیت افراد رو ارتقا بدن. فقط یک شکاف پژوهشی در اونها بود و اون همین که در این بازی ها شما هیچ سیستم مشخصی برای ارتقا خلاقیت نمیبینید، که حالا این پژوهش من سعی داشت روی این کار تاکید بکنه. در کل اگر توی پژوهش نگاه بکنید، توی مرور پژوهشی که در مورد خلاقیت انجام شده تا حالا از سال 1950 به این طرف که تمرکز روانشناسان پژوهشگران روانشناسی به خلاقیت معطوف شد، سه گروه هستن که توصیه میکنن این روش ها رو اگر انجام بدید خلاقیت ارتقا پیدا میکنه. گروه اول بحث الهام بخشی رو دارن که اگر انسان ها بهشون الهام بشه، یعنی با نگاه کردن مثال های مختلف مثلا مورد، یعنی خلاقیتشون میتونه ارتقا پیدا بکنه، inspirationism هستن اون گروه. گروه دوم ساختارگرایان هستن که بعضشون اینه که اگر شما از یک سری مراحل مشخص عبور بکنید و یک سری مراحل رو دنبال بکنید به صورت مرتب میتونید ارتقا خلاقیت داشته باشید. و در گروه سوم هم موقعیت‌گرایی یا situationism بحثشون این هست که اگر انسان ها در گروه با هم همکاری بکنن، از هم بازخورد بگیرن، به هم بازخورد بدن، ممکن هست که خلاقیتشون ارتقا پیدا بکنه. بحثی که این سه مکتب فکری دارن، به هر حال افراد مختلفی هستن که شاید فقط از یک مکتب استفاده میکنن برای ارتقا خلاقیت، اما این بیان شده که ما میتونیم دو یا هر سه این مکتب ها رو با هم تلفیق بکنیم و از دستورالعمل ها و پیشنهاداتی که دادن برای ارتقا خلاقیت استفاده بکنیم. در این پژوهش که من انجام دادم، مکتب اول و دوم رو الهام بخشی و ساختارگرایی رو با هم تلفیق کردم و روی اونها پژوهش انجام دادم. خب همونطور که گفتم، بازی که انتخاب کردم زمین بازی فیزیک هست و هدف ساده‌ای داره، زدن اون بادبادک قرمز توسط اون توپ. الان هم در این مثال شما میبینید که این خط قرمزی که کشیده شده خط قرمزی هست که توپ رو به اون بادبادک انتقال میده و از قانون اول نیوتن اینجا استفاده شده، چون باید جهت توپ تغییر بکنه تا به اون بالون برسه. یکی از مراحلی بود که قبلا طراحی شده بوده و در بازی ما استفاده میشد. این نرم افزاری که اینجا میبینید خیلی شبیه نرم افزار ساده پینت هست که خیلی از ما استفاده کردیم، و همونطور که میبینید با استفاده از یک صفحه خالی و اون توپ و اون بادبادک یک فرد میتونه یک مرحله بازی رو اینجا طراحی بکنه و ابزار مختلفی اونجا در اختیارش هست که میتونه استفاده بکنه. من چهار نوع یا چهار ورژن از این نرم افزار رو طراحی کردم برای اینکه بتونم به چهار گروهی که در پژوهش من شرکت کردن این چهار نوع رو بدم و اونها مراحل بازی خودشون رو طراحی بکنن و در نهایت من بسنجم که کدومی که از اون گروه‌ها خلاقیت بیشتری از خودشون بروز دادن. همونطور که پایین این صفحه می‌بینید سه دکمه قرار داره که اونها اون سیستم های حمایتی خلاقیت هستن که به اونها خواهم پرداخت. روش تحقیق که انجام استفاده کردم یا ریسرچ دیزاینی که داشتم اکسپریمنتال بود، حالا آزمایشی، به صورت
تصادفی افراد رو تقسیم کردن به 4 گروه و پری تست و پست تست، یعنی یک تست قبل از اینکه بازی بکنن، طراحی بازی بکنن، یک تست هم بعدش. این نکته هم اینجا بگم که در این پژوهش افراد طراحی مرحله بازی کردن و البته خب مراحلی که طراحی کرده بودن رو خودشون میتونستن بازی کنن و تست کنن، ولی اساس بر روی طراحی بازی بود و نه بازی کردن. خب یه نکته دیگه هم که اینجا بسیار مهم هست، تست های خلاقیت که بهشون خواهم پرداخت و به تست های سنتی خلاقیت معروف هستند، خیلی سخته که شما بتونید دو نوع تستی رو داشته باشید یا دو سوال رو داشته باشید که اینها از نظر سختی یکسان باشن. به همین دلیل کاری که میشه کرد که این قضیه رو کنترل کرد این هست که ما دو تست رو که اینجا به صورت A و B میبینید طراحی بکنیم، به نصفی از افراد در هر گروه تست A رو بدیم و به نصف دیگر تست B رو بدیم و در پست تست همین حالت رو تغییر بدیم. به این میگن کانتر بالانسینگ، یعنی شما با این تست شروع میکنید و با تست دیگری به پایان میبرید. اما یه نکته ای که داره اینه که ما باید توی پری تست کاری بکنیم که میانگین و انحراف معیار، یعنی مین و استندارد دیوییشن اون دو تست که A و B هستن با هم یکی باشن. حالا من روی این یکم بیشتر توضیح میدم، اما من این کار رو هم کردم که کنترل بکنم که تست ها برابر باشن در پری تست و سختی یا دیفیکالتی آیتم ها و اون سوالات رو بتونم کنترل بکنم. اینجا هم یه مقدار این بحث پی دی اف کار رو سخت میکنه، چون اینها یکی یکی می اومدن اگه من پاورپوینت داشتم. ولی در گروه اول یا حالت اول اینسپریشنال الهام بخشی، افراد ابتدا با کلیک روی یک دکمه که توی اون محیط طراحی بازی قرار داشت میتونستن یک سری مثال‌های بازی، مراحل بازی رو ببینن که قبلا طراحی شده بود و اون مثال‌ها رو من توی 3 دسته طبقه بندی کرده بودم. دسته اول دسته‌ای که از خلاقیت پایینی برخوردار بودن اون مراحل بازی، دسته دوم مراحلی که خلاقیت متوسطی داشتن و دسته سوم اون گروه‌هایی که خلاقیت بالایی داشتن و افراد میتونستن دقیق ببینن که الان فکر می‌کنم اینجا به صورت خیلی ریز می‌بینید که این مرحله به اسم نیچر این نمره ها رو گرفته برای اون نکاتی که اونجا میبینید، برای هر کدوم از اون مواردی که خلاقیت اون مرحله رو تشکیل میدن و نمره کلی یک مرحله برای خلاقیتش 13 بود. خب این مرحله 13 از 13 آورده، یعنی این که خیلی خلاق بوده، خلاقانه بوده. خب با دیدن این مثال ها سعی من این بود که اونها بهشون این قضیه حالت الهام بخشی صورت بگیره و از دیدن این مثال ها یک ایده بگیرن و بعد ایده های خودشون رو بنویسن. ابزار بعدی که در اختیارشون قرار دادم یک اسپریدشیت، یک جدول خیلی ساده که از گوگل فرم استفاده کردم. هر فرد که وارد پژوهش من میشد یک لینک مختص خودش میگرفت که در اون لینک این 4 قانون طوفان فکری نوشته شده بود که خیلی ساده اگه بگم این هست که اول از همه تعداد زیادی ایده، هر چقدر ایده که میتونی بنویس و بعد سعی کن ایده ها رو روی هم سوار کنی و ایده جدید رو بر اساس ایده های قبلی پیاده سازی بکنی و بنویسی و در حالی که داری ایده ها رو مینویسی اصلا اونها رو قضاوت نکن و در نهایت هم اینکه از اینکه ایده هایی بدی که ایده های خیلی عجیب و غریب و فکر میکنی از نظر خودت اگر غیر قابل اعمال هستن اون ایده ها رو هم بنویس. نترس از اینکه خیلی غیر قابل اعمال باشن، یعنی در حقیقت اپلیکیبل اگر نباشن از اونها نترس و بنویس. این 4 قانون اساسی برینستورمینگ هست که اینجا بهشون یادآوری میشه و اینجا یک فضایی داشتن افراد که بتونن ایده های خودشون رو بنویسن یکی یکی توی این اسپریدشیت. در حقیقت 10 دقیقه زمان داشتن که اون وبسایتی که من طراحی کرده بودم و بازی‌ها رو، مثال‌های بازی رو می‌دیدن مرور بکنن. 5 دقیقه زمان داشتن که توی این جدولی که بهشون داده شده بود ایده‌هاشون رو بنویسن و بعد وارد طراحی بازی بشن که در این قسمت آخر شما می‌بینید که افراد با این منو روبرو می‌شدن که 6 حرف به اونها نشون داده می‌شد که تشکیل شده بود از 3 حرفی که ربط داشت به فیزیک و 3 حرفی که مربوط به فیزیک نبود. و کاری که باید میکردن این بود که این حرف ها رو بخونن، این کلمات رو بخونن،
و بعد سعی بکنن ارتباطی بین دو یا بیشتر از دو کلمه پیدا بکنن. و تحقیقات نشون داده که اگر کسی بتونه رابطه‌ای بین دو چیزی که از هم به شکل خیلی دور هستن و رابطه‌ای در ظاهر ندارن، یه نفر بتونه یک رابطه معنادار در ذهن خودش پیدا بکنه، ایده‌ای که از اون رابطه ایجاد میشه ایده خلاقانه‌ای هست. قبل از طراحی هر مرحله افراد این منو رو می‌دیدن و کاری که می‌کردن این بود که این کلمات رو بخونن، میتونستن از این کلمات در مراحل خودشون استفاده بکنن. به عنوان مثال مثلا cat رو اینجا می‌بینید، میتونستن یه گربه داشته باشن توی مرحله خودشون، یا انرژی رو می‌بینید، یا میتونستن تلفیقی از این دو رو توی مرحله خودشون داشته باشن و بعد روی اوکی کلیک می‌کردن و وارد طراحی بازی می‌شدن. هر بار که می‌خواستن یک مرحله جدید طراحی کنن، این منو ظاهر می‌شد و به اونها یه جورایی کمک می‌کرد. گروه دوم اینستراکشنال یا حمایت مرحله‌ای بود که این سه مرحله رو دنبال می‌کردن. گروه دوم هیچ دسترسی به اون مراحل مثال نداشتن و از اون حمایت‌هایی که گروه اول داشتن برخوردار نبودن. مرحله اول این بود که طراحی بدون جزئیات، تعداد زیادی مرحله طراحی می‌کردن، جزئیات رو اما بهش توجه نمی‌کردن. این کمک می‌کرد که تعداد مراحلی که طراحی می‌کنن بالا بره. در مرحله دوم باید وارد اون، یعنی نگاه میکردن به مراحلی که طراحی کردن و چهار مرحله رو که فکر میکردن اون مراحل خلاقانه ای خواهند شد رو انتخاب میکردن، و در مرحله سوم از یک ابزاری که در اختیارشون بود به اسم اسکمپر استفاده میکردن برای اینکه ارتقا بدن خلاقیت اون مراحل رو. اسکمپر هم به عبارت هر کلمه اون اسکمپر معنای خاصی داره. مثلا سابستیتوت برای اس هست، سی کامباین هست یعنی تلفیق کردن، و بقیه موارد. حالا اینجا هم باز به خاطر اینکه ما پی دی اف رو میبینیم، اون تصویری که زیر این تصویر هست دیده نمیشه، ولی افراد چندین دکمه اونجا براشون قرار داده شده بود که روی هر کدوم که کلیک میکردن به یک جایی مثل این میومدن. الان سابستیتوت شما میبینید که یک پیشنهادی داره میده به اون طراح مرحله، طراح بازی، که چطور میتونه مرحله خودش رو ارتقا بده با سابستیتوت کردن، یعنی یک چیزی رو تعویض کنه و یک چیز دیگه در مرحله قرار بده. در حقیقت اسکمپر معنای، یعنی کاری که میکنه این هست که به جای اینکه طرف بشینه و بسیار فکر بکنه که من حالا چه ایده ای داشته باشم، با این سوالات و پیشنهاداتی که اسکمپر بهش میده ایده هایی به ذهنش میاد و میتونه تغییراتی در مرحله‌ای که داره انجام میده و طراحی میکنه ایجاد بکنه. بله، خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب خیلی مونده هنوز، من میترسم که نرسیم کلن. بذارید من ببینم جاهایی رو بشه سریعا رد بشم، اما اینجا دیگه جای اصلی کاره. چشم، من سعی میکنم سریع تر بشم. بسیار عالی، سعیمون میکنم، حالا دیگه عذرخواهی میکنم اگر نشد. گروه چهارم هر دوی این حمایت ها رو داشتن، یعنی هم دسترسی به اون مثال ها داشتن، هم اون طوفان ذهنی و اون مراحل سگانه رو دنبال میکردن، یعنی هر دوی اینسپریشنال و اینستراکشنال سپورتس رو داشتن. و گروه سوم فقط دسترسی به اون نرم افزار داشتن و هیچ کدوم از این حمایت ها رو نداشتن. پس چهار گروه که هر کدوم یکی از این حمایت ها رو بهشون داده شده بود برای طراحی بازی. کسانی که شرکت کردن دانشجوهای دانشگاه FSU بودن و اینجا به عبارتی اطلاعاتی در موردشون میبینید. به هر کدومشون بعد از پایان بازی $10 گیفت کارت داده شد و به چهار نفرشون $25 گیفت کارت داده شد. به هر حال اینو مرسوم هست که بتونیم افراد رو در پژوهشمون داشته باشه. من یه مقدار سرعت رو میبرم بالا. پروسه کاری که انجام دادم این بود، حدود 67 جلسه آنلاین داشتم، تمام داده ها به صورت آنلاین جمع‌آوری شد و در کل حدود 250 ساعت توی تابستون وقت من رو گرفت این کار. و در کل اگر اینجا بخوام نکته رو بهش توجه شما رو جلب بکنم، این بود که تمامی گروه ها حدود 2 ساعت از زمانشون رو گذاشتن برای طراحی مراحل بازیشون.
برای اینکه ارزیابی بکنم خلاقیت افراد رو، برای به یک سری تست های اکسترنال یا خارجی نیاز داشتم که اونها تست های سنتی خلاقیت بود. دو نوع تست رو استفاده کردم، تصویری و کلامی. مثال تصویری رو بهتون نشون خواهم داد و مثال کلامی هم همونطور که قبلا گفتم این بود، به عنوان مثال سوال این بود که چه تعداد، آیا می توانید استفاده های دیگری رو برای مثلا یک سطر بیان بکنید، و افراد 10 تا جایی داشتن که پاسخشون رو بیان کنن و اونها رو من به عبارتی نمره می دادم بر اساس فلوئنسی، اوریجینالیتی، فلکسیبیلیتی و الابوریشن، هم تصویری هم کلامی رو. و در نهایت این 4 نمره‌ای که هر فرد از اون تست به دست می آورد برای اون 4 مشخصه رو استاندارد کردم هر کدومشون رو، و بعد اونها رو با هم جمع کردم که یک نمره کلی برای خلاقیت قبل از بازی و یک نمره کلی برای خلاقیت بعد از طراحی بازی هر فرد داشت، و اونها رو من تحلیل کردم. این مثالی هست برای اون سوالات تصویری. در چپ شما میبینید تعداد دایره، که کاری که باید انجام بشه اینه که اون فرد این دایره ها رو تبدیل به یک چیزی بکنه، و در قسمت راست اون 3 شکل ساده رو میبینید که فرد باید فقط با استفاده از اونها طراحی رو انجام بده و شکلی رو بسازه. مثال هایی که اینجا میبینید دقیقا مثال هایی است که افرادی که شرکت کردن در پژوهش من انجام دادن و برای من فرستادن. کاری که میکردن این بود که اینها رو میکشیدن و بعد با موبایلشون عکس میگرفتن و بعد برای من ارسال میکردن. این رو هم خیلی سریع بگم که مراحل مختلفی طی شد برای اینکه این سوالات به عبارتی ارزیابی بشه و نمره دهی بشه. قسمت این وسط که میبینید اون بحث کانتر بالانسینگ یا استفاده از فرم A و فرم B بود برای پری تست و پست تست، و کاری که این سمت چپ کردم این بود که فرم ها رو هر دو رو با هم یکسان سازی بکنم و تبدیل بشه به اینکه اون کسانی که در پری تست شرکت کرده بودن، تست قبل از طراحی بازی، نمره هاشون با یک میانگین و یک انحراف معیار باشه. خب خیلی دیگه یکم فنی میشه، من اینو سریعتر رد میکنم. اضافه بر اون سنجش های خارجی یا اکسترنال، یک سنجش داخلی داشتم که همون سنجش خلاقیت هر مرحله ای بود که افراد طراحی میکردن، و اینجا یک سری زیر مشخصه دارم برای این روبریکی که استفاده کردم، که اولا آیا مرحله قابل حل هست یا نه. اگر قابل حل نبود اصلا کلا بقیه موارد نگاه نمیشد بهش. جزئیاتش چقدر هست، اصالتش چقدر هست، مسائل زیباشناختی چقدر درش رعایت شده، آیا غیر منتظره بودن و شوخ طبعی درش دیده میشه یا نه، و در نهایت عنوانی که برای مرحله انتخاب میکردن رو هم از نظر خلاقیت میسنجیدم. اینها توسط 2 داور نمره دهی شد، و به عبارتی اون موافقت نمره دهی این دو داور هم از درجه بالایی برخوردار بود با یک ضریب همبستگی 94% پایین. شما مشاهده میکنید که این دو داور رأی دادن برای خلاقیت این مراحل. نکته دیگه که بهش توجه کرده بودم این بود که تعداد مراحلی که افراد طراحی میکردن، چه تعداد مرحله تونستن هر، یعنی به صورت میانگین، این افراد در این 4 گروه طراحی بکنن، که میتونیم به اون، به همون بحث سلاست یا فلومنسی اشاره بکنیم. بعد از اینکه طراحی ها انجام شد، از افراد من 3 سوال پرسیدم که در زمان طراحیتون چه احساسی داشتید، زمان چطور برای شما گذشت، آیا زیاد بود یا کم بود، و در نهایت آیا تجربه جریان رو داشتید یا وارد شدن به اون استیت آف فلوی که اول اشاره کردم، یعنی اینکه آیا زمان رو از دست دادید، خیلی سریع براتون گذشت یا نه. خیلی هاشون، حالا بعدن اشاره میکنم، که گفتن ما اول که فکر میکردیم کل این پروسه 3 ساعت باید از وقت ما رو بگیره، فکر میکردیم خیلی زیاده، ولی وقتی وارد شدیم خیلی سریع گذشت. و این هم کدهایی هست که میبینید، مثلا احساسات رو به منفی، درهم و مثبت کد کردم که افراد با پاسخهایی که داده بودن به من تونستم این کدینگ رو انجام بدم و بعد روشون یه سری آنالیز انجام دادم، و این پاسخ ها هم توسط 2 نفر نمره دهی شد، و بعد اون 2 نفر با هم نشستن و بحث کردن و اختلافاتشون رو رفع کردن و به 100% توافق به این کدهایی که انجام داده بودن رسیدن. سوالات پژوهشی من 2 سوال عمده بود. یکی این که آیا اون
به عبارت اعتباریابی سنجش بازی محور خلاقیت که گفتم که اون به عبارت سنجش اون مراحل بازی بود. آیا اون سنجش از یک اعتبار ساختاری و یک اعتبار همگرایی برخوردار هست یا نه، بهشون اصطلاحا construct validity و convergent validity میگن که حالا بهشون بیشتر خواهم پرداخت وقتی که روی نتایج بحث بکنم. و سوال اصلی من توی این پژوهش این بود که آیا اون حمایت ها برای ارتقای خلاقیت مؤثر بودند یا نه، و اگر مؤثر بودند کدومشون بیشتر مؤثر بوده. خب فرضیه های من هم برای سوال دوم این هست که در کل اون حمایت ها مفیدتر خواهند بود در مقایسه با اون گروهی که هیچ حمایتی نداشت، و اینکه هر دو حمایت با هم مؤثرتر از روش های دیگه و مؤثرتر از حمایت نکردن خواهند بود. خیلی سریع روی بحث نتایج بریم. اینجا همبستگی های مختلف رو میبینید، من این رو رد میکنم، ولی نکته که اینجا هست این هست که ما از افراد سوال کردیم که چقدر بازی میکنید در طول هفته. این مثلا گیم فریکونسی اون چیزی هست که ما سوال کردیم، و اگه نگاه بکنید اینا تست های خلاقیت هستن. 4 و 5 و 6 و 7 تست های خلاقیت هستن و شماره 3 گیم فریکونسی یعنی تعداد دفعاتی که بازی میکنن در طول هفته. و اگر روی این قسمت نمیدونم موس من رو میبینید که من دارم حرکت میدم یا نه، اما روی ستون سوم اگر نگاه بکنید هیچ ارتباطی بین نمره های خلاقیت و بازی کردن افراد نمیبینید. حتی اگر روی 2 هم نگاه بکنید، ستون 2 هم نگاه بکنید، باز هم هیچ ارتباط معناداری وجود نداره. این خیلی جالب بود. اما اگر ستون 1 رو نگاه بکنید که از افراد پرسیده بودیم چقدر خلاق هستید، خودتون چقدر فکر میکنید خلاق هستید قبل از اینکه وارد این پژوهش بشن، ما ارتباطات معناداری پیدا میکنیم. و این نکته جالبی هست که نشون میده که تعداد زمانی که یعنی زمانهایی که افراد بازی کردن ربطی به خلاقیتشون نداره. و این نکته مفیدی بود برای اینکه من نگران این نباشم که آیا اگر کسی خیلی اهل بازی هست شاید توی این پژوهش خلاقیت بیشتری نشون بده. سوال اول من این بود که آیا این سنجشی که من طراحی کردم برای سنجش اون مراحل بازی از اعتبار به عبارتی اون ساختار به عبارت اون اعتبار داره یا نه. من عذرخواهی میکنم این موقع سخته این موارد رو به فارسی بگم، اهل کلاس گذاشتن هم نیستم خدا وکیلی، خب من اینا رو انگلیسی یاد گرفتم. construct validity با یک روش exploratory factor analysis سنجیده میشه که ما بفهمیم که آیا اون نکاتی که ما اینجا درآوردیم برای سنجش خلاقیت یک مرحله بازی آیا همشون زیر یک مفهوم کلی جمع میشن یا نه، در حقیقت یک فاکتور رو تشکیل میدن یا نه. اینجا تو این جدول میبینید اولا در سمت چپ شما میبینید که فقط یک فاکتور خارج شد با اینکه 70% واریانس رو توضیح میده، یعنی اینکه درصد زیادی رو از واریانس در اون به عبارتی چیزی که ما داریم میسنجیم توضیح میده که خلاقیت هست، و تمام اون مؤلفه ها جزئیات، اصالت، زیبایی شناختی و بقیه همه زیر اون سبد با هم جمع شدن اگر بخوام به شکل دیگه بیان بکنم، و همشون هم از همبستگی بالایی برخوردار هستن، لودینگ های سیگنیفیکانت بالایی دارن، معنادار بالایی دارن. پس میتونیم بگیم که این کانستراکت کانستراکتی هست که درسته، یک کانستراکت داریم، یک فاکتور داریم که همه اونها زیرش جمع میشن و این اعتبار وجود داره. قسمت بعدی این هست که ما ببینیم آیا هیچ رابطه‌ای بین این خلاقیت مراحل و اون تست‌های خارجی که ما برگزار کردیم، اون دایره‌ها و اونها، هیچ رابطه‌ای بین این دو هست. اگر رابطه‌ای وجود نداشته باشه پس ما داریم چیز مختلفی رو می‌سنجیم، ولی اگر رابطه معناداری وجود داشته باشه یعنی که میتونیم بگیم که از convergent validity یا اعتبار همگرایی برخورداره، که اینجا برای pre-test و post-test و این سنجش خلاقیت که انجام دادیم دو رابطه معنادار خوب اینجا به وجود اومد که خیلی خوب هست. خیلی سریعتر برم رو بحث اصلی کار. حالا تأثیر اون حمایت ها چه بود؟ در کل روی بحث تست های تصویری میبینیم که گروهی که هر دو حمایت رو برخوردار بود از گروه های دیگه بهتر عمل کرد، ولی خب انکوبایی که انجام دادم، تست واریانسی که انجام شد با استفاده از یک کوبرگیت،
نشون داد که خب این تفاوت معناداری بین این چهار گروه نیست. اگر بحث آماریش میخوایم بیان بکنیم، این ارور بارها، حالا نمیدونم فارسی چی میشه، یک همپوشانی با هم دارن. شما راحت میتونید یک خط بکشید که از همه اینها عبور کنه و این نشون میده که نمیشه به صورت معنادار اینها با هم متفاوت باشن. اما خب این بهتر عمل کردن گروهی که هر دو حمایت رو داشتن اینجا بوث، نشون میده که یک چیزی هست که میشه اونجا بهش توجه کرد. اگر به صورت به عبارتی جدا شده نگاه بکنیم به اون چهار مؤلفه، باز هم این بوث رو شما بالاتر از بقیه میبینید، ولی به غیر از جزئیات یا elaboration که تقریبا یک پترن مختلف متفاوت از اون حالت رو به ما نشون میده. روی تست های کلامی هم اگه نگاه بکنید، دوباره همون اتفاق افتاد و بوث از بقیه گروه ها بالاتر بود، اما باز هم انکووا یک تفاوت معنادار بین گروه ها رو نشون نمیده و شاید یکی از دلایلش به خاطر این باشه که میتونستیم تعداد افراد بیشتری رو در هر گروه داشته باشیم. در کل من 114 نفر رو تو این پژوهش شرکت دادم، به حدود 30 نفر در هر گروه قرار داشت. شاید اگر مثلا حدود 50 نفر در هر گروه قرار می داشت، این ارور بارها کوچکتر می شدن و همپوشانی نداشتن و اون به عبارتی تفاوت معنادار پیدا می شد. برای تست کلامی هم دوباره اون پترن گروه دوم، یعنی گروهی که هر دو حمایت رو داشتن بیشتر از سه گروه دیگه، بهتر از سه گروه دیگه عمل کردن رو می بینیم. افکت سایز هاشون هم تقریبا افکت سایز های خوبی هست، تقریبا بین میدیوم تا لارج میتونیم بگیم هست. اما بازم توجه شما میخوام به این جمع بکنم که تغییری برای خلاقیت افراد در یک تست خارجی که اون تست هایی بود که دیدید مثل اون دایره ها و اینها، این خیلی کار دشواری هست و با یک جلسه دو ساعته کار خیلی سختی هست. اما همین پترنی که اینجا به وجود آمده و گروهی که هر دو هم حمایت رو دیدن معمولا بالاتر از بقیه گروه ها عمل کردن، یک پترن قابل توجه هست که در آینده میشه پژوهش های بهتری روش انجام داد. اما خود اون لبل هایی که طراحی کردن، اینجا چهار مثال رو برای شما آوردم. دوتای بالا از خلاقیت بیشتری برخوردارن، دوتای پایین خیلی خلاقیتشون پایین هست. اون کاری که من بیشتر هدفش رو داشتم این بود که با استفاده از این حمایت ها اون کاری که افراد انجام میدن خلاقانه تر بشه. در حقیقت یک ابزار طراحی کردم برای اینکه اگر فردی میخواد خلاقیتش رو بروز بده بتونه بروز بده. و اینجا نشون داده میشه که اون دو نفری که اون دو مرحله بالا رو طراحی کردن واقعا کار خلاقانه تری انجام دادن. البته خب این نمره ها توسط دو داور هست که از 13 به اون مرحله اول 12 دادن، مرحله دوم 11. اینجا تفاوت گروه ها رو میبینید برای خلاقیت مراحلی که طراحی کرده بودن. خیلی جالب هست که گروهی که فقط الهام بخشی داشتند و گروهی که هر دو حمایت رو داشتند خیلی نزدیک به هم هست خلاقیتاشون. اگر نگاه بکنید تفاوتی بینشون نیست به صورت آماری، ولی هر دو گروه تفاوت آماری دارن لحاظ میانگین خلاقیتشون با اون دو گروه دیگه که استراکچورال یا اینستراکشنال بود که حمایت مرحله به مرحله، و اون گروهی که هیچ حمایتی نداشتن. خب این نمودار به ما اینو نشون میده که خلاقیتی که در مراحل طراحی شده توسط دانشجوهایی که توی اون گروه بوث یا هر دو قرار داشتن بیشتر داره از سمت اون نوع حمایت‌هایی میاد که الهام بخشی بوده و نه حمایت‌هایی که مرحله به مرحله بوده. و البته اون حمایت‌های مرحله به مرحله به گروهی که هر دو حمایت رو داشتن یه نوع دیگه ای کمک کرد و اون هم در تعداد مراحلی که طراحی کردن بود. اینجا میتونیم ببینیم که گروهی که هر دو حمایت رو داشتن، این برای تعداد مراحلی که طراحی کرده بودن به صورت میانگین، گروه اول که فقط الهام بخشی داشتن خیلی تعداد مراحلشون زیاد نبود، اما گروه های دیگه میبینید که تعداد مراحلشون زیاد هست و تفاوت معناداری بین اون سه گروه که اینجا در این مربع تقریبا میبینید تفاوت معنادار آماری وجود نداره. یعنی اون سه گروه تونستن تعداد مراحل بالایی به عبارتی طراحی بکنن. با گروهی که هر دو حمایت رو داشت تونست رقابت بکنه با گروهی که مرحله به مرحله هدایت میشد و گروهی که هیچ هدایتی نداشت. گروهی که هیچ حمایت خلاقیتی نداشت زمان زیادتری داشت برای اینکه بتونه مراحل زیادی طراحی کنه و هر چهار گروه بهشون گفته شده بود که هر تعداد که میتونید طراحی بکنید مرحله. خب وقتی دو ساعت زمان داشته باشن
و هیچ کار اضافی نباید بکنن. خب افراد مراحل زیادی طراحی کرده بودن توی این گروه چهارم نو سپورت و این تعداد مرحله‌هاشون رو بالا برده بود، ولی گروهی که اون دو نوع حمایت رو گرفته بودن با اینکه باید کارشون خیلی اضافه تر بود در مقایسه با گروه‌های دیگه، در این حال تونسته بودن حتی تعداد مراحلشون رو هم بالا ببرن و این خیلی یافته جالبی بود. خیلی سریع روی بحث اون سه سوالی که پرسیده بودم، افراد تقریبا یکسان پاسخ دادن که حسشون در کل در هم بود، در کل دوران طراحی هم مثبت بود هم منفی بود، ولی خب توی اون گروه چهارم نو سپورت که هیچ حمایتی نداشتن افراد زیادی بیشتر گفته بودن که حس منفی داشتن. در مورد زمان افراد معمولا گفته بودن که زمان کافی بود برای طراحی این مراحل و من نگرانی داشتم از این که شاید زمان کم بوده باشه، ولی خب این نشون میده که افراد زمان برایشون کافی بوده. و یکی از مهمترین چیزهایی که من بهش توجه کردم و بحث جریان، اگه دقت بکنید گروه اینسپریشنال و بوث که هر دو حمایت رو گرفتن پاسخشون به این سوال تقریبا یکی هست، تقریبا یکی هست. این قسمت آبی که میبینید برای اینسپریشنال و بوث نشون میده که گفتن که ما رسیدیم به حالت فلو، ما تجربه کردیم حالت فلو رو. خیلی افراد زیاد شاید 70%شون گفتن که ما تجربه کردیم، و اگر یادتون باشه من گفتم که اگه کسی تجربه بکنه حالت فلو رو خلاقیت بیشتری میتونه ایجاد بکنه، و این دو گروه خیلی شبیه هم بودند از نظر خلاقیت مراحلشون. در مقایسه با اون دو گروه دیگه اینستراکشنال و نو سپورت، اونها هم خیلی شبیه هم بودند. تعداد زیادتری در اون گروه ها گفتن که ما به دست نیاوردیم حالت فلو رو، و این جالب هست. خیلی سری رو بحث بخوام بگم، سوال اول نشون داد که اون سنجش خلاقیت به عبارتی هم اعتبار ساختاری داشت هم اعتبار همگرایی داشت، و سوال دوم به صورت کامل اون فرضیه هایی که من داشتم حمایت نشد، به این جهت که ما دیدیم که تمام اون حمایت هایی که از افراد شده بود برای خلاقیتشون بهتر از این نبود که ما ازشون حمایت نکنیم. در خیلی از جاها اگر شما فقط یک نوع حمایت مثلا الهام بخشی یا مثلا حمایت مرحله به مرحله رو داشتید تقریبا برابر بود با اینکه اصلا حمایت نکنید. خب در اون حالت خیلی بهتره که شما حمایت نکنید و افراد رو راحت بذارید خلاقیت خودشون انجام بدن، ولی وقتی که هر دو نوع حمایت بود در اون حالت افراد بهتر نشون دادن خلاقیت رو، و در فرضیه دوم به یه شکلی ترتیب این بهبود یعنی خوب عمل کردن با اون چیزی که من فرضیه داشتم یکم فرق داشت با اینکه هر دو حمایت بهتر عمل کرد از بقیه حمایت. حالا زیاد وارد این مباحث نمیشم، میدونم که زمانمون خیلی کمه. چهار نکته اصلی برای اینکه چرا حمایت هر دویی برای خلاقیت مفیده، چرا انسان اول باید الهام بخشی داشته باشه و بعد باید یه سری مراحل رو طی بکنه. اول اینکه افرادی که هر دو نوع حمایت داشتن با آنچه که میتوانستن انجام بدن، با اون چیزی که ممکن بود در این فضا خیلی سریع آشنا شدن، اون مراحل رو دیدن، مثالها رو دیدن، و این خیلی کمک کرد که اون بار شناختی اضافی که خیلی بد هست برای خلاقیت حذف بشه. با اون حمایت مرحله به مرحله به عنوان مثال تو مرحله اول به اونها گفته شده بود که مراحل رو طراحی کنید اما وارد جزئیات نشید. این خیلی کمک کرده بود که اونها درگیر مشکلات نرم افزاری نشن و توی یک مرحله گیر نکنن. خیلی سریع ظرف 5 دقیقه الی 10 دقیقه یک مرحله رو با جزئیات پایین طراحی می‌کردن، سیوش می‌کردن و می‌رفتن مرحله بعدی. خب این خیلی کمک می‌کنه که شما آرام آرام یاد بگیرید با اون ابزار کار بکنید و بعد بار شناختی اضافی هم کم بشه. کمک می‌کنه به خلاقیت شما. نکته بعدی این بود که خیلی به عبارتی تونستند تمرین بیشتری بکنن برای اینکه خلاق باشن، چون اولا تعداد مراحلی که طراحی کردن بالاتر بود نسبت به گروه اول مخصوصا، و بعد در جای جای مختلف اون پروسه فرصت برای تمرین خلاقیت وجود داشت. مثلا توی اون بحث طوفان ذهنی، مثلا توی استفاده کردن از اون مثالهایی که دیده بودن برای طراحی مراحلی که داشتن، به سادگی اگه بخوام بگم فرصت این تمرین براشون بیشتر مهیا بود. و همینطور که افراد توی اون لیست مراحلی که توی اون جدول طوفان ذهنیشون نوشته بودن جلو می رفتند حس بهتری پیدا می کردن. به پژوهش نشون میده که اگر شما بتونید
پروگرس داشته باشید، یعنی به جلو رفتن خودتون رو ببینید و حس کنید، حس خوبی دارید و این کمک میکنه به اینکه خلاقیتتون ارتقا پیدا بکنه. و در نهایت همونطور که دیدیم این گروه بیشتر تجربه جریان و در فلو بودن رو تجربه کردن. دو محدودیت داشتم و اون همین که تو این پاندمی این کار انجام شد و خیلی تغییرات در کار من انجام داد. یه سری مشکلات فنی افراد گفتن که داشتن و این به خاطر این بود که خب هر فرد با یک اینترنت خودش وصل شده بود و با سیستم خودش وصل شده بود و اینها یه مقدار نویز ایجاد کرده بود توی کار من و باعث شده بود که یه مقدار اون مشکلات به وجود بیاد. در آینده هم اگر بخواد کاری انجام بشه میتونم به اینها اشاره بکنم که تکرار این پژوهش بدون این محدودیت ها یکی از کارهایی که میشه انجام بشه، استفاده از هوش مصنوعی برای سنجش خلاقیت و ارتقاء اون که توی دستور کار خود من هست و یک پروپوزال نوشتم برای اینکه این کارو بکنم، حالا توضیحشو اگر دوستان خواسته باشن بیشتر میدم، و بعد در نهایت استفاده از بهترین روش ارتقاء خلاقیت که برآمده از این پژوهش هست در یک محیط برخط که افراد بتونن با همدیگه در تعامل باشن و به هم فیدبک بدن و از هم فیدبک بگیرن، که میتونیم بگیم اون به عبارتی مکتب فکری سوم بود که ابتدا من اشاره کردم سه مکتب داریم، بحث سیچویشنیزم میتونه مرحله بعدی برای این ریسرچ باشه. و در پایان با یک گفته از انیشتن بحث خودم پایان برم، فکر میکنم خیلی رفتیم بالا بیشتر از زمان، امیدوارم که استفاده کرده باشید. ببخشید. من خیلی متشکرم از حضور آقای دکتر و واقعا لذت بردم و واقعا منو برد به 50 سال پیش، یعنی اون موقعی که خودم دانشجو بودم، خودم تز خودم رو نوشتم و رساله خودم، من دانشگاه ایندیانا بودم، حالا با فلوریدا استیت. در هر صورت خیلی متشکرم از حضورتون. البته کم حرف میزنم چون میدونم بقیه منتظرن که شاید سوالاتی داشته باشن، ولی در اینجا فقط باید تشکر بکنم از شما، تشکر بکنم از تمام اعضای انجمن فناوران آموزشی ایران، از یکایکشون دکتر مقامی، دکتر مهدوی نسب، دکتر مؤمنی، آقای هر کسی که تو این شرایط بوده، من باید ازشون تشکر بکنم و به خصوص از آقای دکتر طوفانی نژادم که دیگه خودش این مسیر رو طی کرده. متشکرم، حرف نمیزنم، منتظرم که دیگران صحبت بکنن. خیلی ممنونم آقای دکتر، محبت کردی. بفرمایید. میتونیم در خدمت آقای دکتر باقری باشیم چون بعد در خدمت آقای دکتر رستمی. بله بفرمایید، در خدمتتون هستم آقای دکتر. فقط اگه زحمت بکشید فعال بفرمایید میکروفونتون، ممنون میشم. بله. خب با سلام و عرض ادب و خسته نباشید، صدای بنده رو دارید؟ بله. خب بسیار تشکر میکنم از شما آقای دکتر رحیمی عزیز، همیشه در واقع بنده نسبت شما ارادت دارم. همینطور تشکر میکنم از عزیزان در واقع انجمن فناوران آموزشی ایران.
دکتر جان، چون در واقع بحث بازی ها از هیتای مورد علاقه بنده است، حتی این ساعت از ساعت 6-7 و نیم هم بنده یک درسی داشتم در دانشگاه ارگ به صورت مجازی با عنوان بازی و شبیه سازهای آموزشی، که در واقع چون موضوع خیلی قرابت نزدیک با این موضوع داشت، از همه بچه ها دانشجو هم خواستن که وارد در واقع این محیط بشن و استفاده بکنیم از حالا تحقیق شما ارائه دادید و بسیار از دید من ارزشمند بود. ولی سوالی که برای بنده ایجاد شده دکتر، بحث بازی ها در تحقیق شما تا چه حد به ویژگی های خود بازی در واقع پرداخته شد؟ چون مثلا برای من سوال بود که یکی از ویژگی های بازی ها مثلا بحث لیدربورد و بحث رقابت و این هاست، چه بحث مثلا اگر افرادی که درگیر بازی هستن امتیازاتی که دریافت میکنن با همدیگه مقایسه بشه و نتایج رو ببینن، چه بحث مثلا تأثیری که روی مؤلف های مختلف از جمله خلاقیت میتونه داشته باشه در واقع میتونه حتی چندین برابر بشه. خیلی سوال جالبی هست. بحث خلاقیت در زمینه فضای کار در ارگانیزیشن ها خیلی روش تحقیق شده و یکی از چیزهایی که میتونه خلاقیت افراد رو به شدت پایین بیاره اون انگیزه های بیرونی هست. مثلا اگه شما بگید ما جایزه تعیین میکنیم، شما هر کس با یک ایده خلاقانه بیاد مثلا به ما بده، به صورت میانگین افراد خلاقیتشون افت میکنه. این در مقایسه با اینکه اگر شما یک طرحی رو طراحی بکنید که بگید افراد خلاقیت خودشون رو نشون بدن و اون پروژه به صورت معناداری برای اون فرد جذاب باشه و تقریبا هیچ گونه انگیزه بیرونی تعریف نکنید، پژوهش نشون داده که در این حالت خیلی افراد بیشتر خلاقیت نشون میدن. دکتر منظور انگیزه بیرونی جایزه نیست، خیلی از اوقات شخصیتی که افراد دارن همین بحث رقابت و حس درونی برنده شدن خیلی از اوقات ممکنه تاثیرگذار باشه. دقیقاً این نوع کارها و این نوع بازی ها که گفتم توی اون بحث سه دسته از پژوهش ها بود که بازی ها رو به عبارتی طبقه بندی کرده بودن، اگر این بحث رقابت وارد قضیه بشه بیشتر افراد رو به سمت حل مسئله، به سمت توانایی به عبارتی اینکه خیلی سریعتر کار بکنن، بیشتر به اون سمت اونها رو هدایت میکنه تا اینکه خلاقیت رو. خلاقیت باید حالت اوپن اندد، باز باشه، فرد احساس بسته بودن و محدود بودن و رقابت با کسی رو نداشته باشه. اینا همین چیزایی هست که کمک میکنه. خب همون سه تا بازی که من بیان کرده بودم، سه تا بازی بود که افراد معمولا تنها بازی میکنن، اما در بیرون بازی یک فضای آنلاینی وجود داره که افراد میتونن با هم در به اشتراک بذارن. مثلا مراحلی که طراحی کردن، مثلا ماینکرافت اگر در نظر بگیرید، شما یک فردی که اگر ماینکرافت باز حرفه‌ای اینجا داریم میتونن سه بزنن تو حرف به حرف من، هیچ بحث آنچنانی بر رقابت وجود نداره. شما ساعت‌های متمادی رو تو فضای ماینکرافت میگذرونید و دارید یه چیزی رو طراحی میکنید و از این طراحی لذت میبرید و میتونید بعد این چیزی که طراحی کردید رو در معرض دید عموم قرار بدید و افراد بیان توی اون، به عبارتی توی ماینکرافت بهش میگن ورلد، توی اون جهان شما زندگی کنن، اکسپلور بکنن، چیزی رو پیدا بکنن. مثلا شما تو ماینکرافت یه چیزی میسازید و یه جایی یه چیزی رو قایم میکنید و یه فردی باید بیاد اون رو پیدا بکنه. حالا سه نوع مدل مختلف داره. میخوام بگم این بحثی که شما بیان میکنید خیلی جالب است که بهش توجه بکنیم، که وقتی انگیزه های بیرونی اهم از رقابت، جایزه و اینها وارد میشه، روی یه سری مؤلفه های دیگه داره تأثیر میذاره تا خلاقیت. ما باید اگه میخوایم از بازی ها استفاده کنیم برای ارتقای خلاقیت، خیلی دقیق بررسی کنیم که این بازی چه مشخصه هایی داره، آیا این مشخصه در تضاد با خلاقیت یا داره بهش کمک میکنه و اون بازی ها رو استفاده بکنیم. خیلی راحت میتونیم از اون بازی هایی که این مواردی که گفتید به واسطه از اونها برخوردار هستن، مثل لیدر بورد و اینها، از اونها استفاده بکنیم برای توانایی های دیگر. ولی اگر میخوایم برای خلاقیت استفاده بکنیم، بهتر هست که از انگیزه درونی بالایی برخوردار باشه اون بازی تا از انگیزه بیرون. ممنونم دکتر، استفاده کردم. البته یه پیشنهاد هم برای در واقع همین عزیزان فناور آموزشی دارم، انجمن فناوری آموزشی. ما مشکلی که در ایران داریم بحث حمایت هست. مثلا اگه بنده بخوام در حوزه بازی‌ها یا هر فناوری آموزشی
بخوام کار بکنم این مشکل دارم که بعد شخصا کار بکنم، یعنی هیچ جایی نیست که حمایت بکنه من رو. همونطور که میدونید در واقع کاری به ثمر میرسه که از نظر مالی یا حالا ابعاد دیگه حمایت بشه، اگر بشه مثلا فاندهایی در نظر گرفته بشه، پروژه‌ای تعریف بشه با در واقع بود مالی واقعی، نه اینکه چون واقعا پروژه تعریف میشه در حد مثلا 10 میلیون 20 میلیون نمیشه کارهای بزرگی انجام داد. اگر بشه ارتباطاتی عزیزان بگیرم با نهادهایی که در واقع مسئول این قضیه هستن در حیطه پژوهش در آموزش و فاندها، یا در واقع حالا بگیم اون بحث حمایت مالی خوبی بشه، واقعا کارهای بزرگی در ایران میشه انجام داد. ممنون از شما قلمی هست. خواهش میکنم. قربون شما. دوستان میگن صدای من ضعیف هست، آیا اینطوره؟ نه صدای شما خیلی خوبه دکتر، برای من که خالی. بسیار. بله، من از دوستان فعلا کسی رو نمیبینم در حال دست بلند کرد. آقای دکتر رستمی نژاد هم ظاهرا فعلا کاندید شدن، بذارید ایشونو فعال کنیم. بله، در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر رستمی نژاد میکروفون شما فعاله. خب ما تا آقای دکتر رستمی وصل بشن میتونیم در خدمت، حالا ما میکروفون هر دوشون هم فعال کردم، هم آقای کریمی. آقای دکتر صدای بنده رو داری؟ بله آقای دکتر رستمی نژاد، صدای شما هست. بله، سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر رحیمی، خسته نباشید. از به صلاح سوالی که خدمت شما بنده دارم استفاده کردیم، خیلی کار زیبایی انجام دادید. فقط یه بحث متدولوژی داریم با شما که ببینید شما تو کارتون مداخلتون فرمودید چقدر توی منتتون طول کشید؟ منظورتون رو متوجه نمیشم از مداخله. یعنی مدت زمانی که مداخله کردید و بله گفتم کلن از به عبارتی اون پری تست تا پوست تست کلن 3 ساعت زمان می برد و تقریبا زمانی که افراد مشغول طراحی بودن 2 ساعت بود. بله. هر... خب اینو بله اینو حتما به عنوان خب محدودیت پژوهشتون در پژوهش‌های بعدی به سال لازمه که بسازی. بعد حالا مورد دیگه این که ببینید شما چرا با کیس‌های زیادی رفتید؟ اگر با کیس‌های زیادی رفتید حالا یه موضوع اینکه خب چرا مثلا وقتی اینقدر عمیق ببینید روی مسئله مثل خلاقیت میخواستی کار کنی که تحت تاثیر به اصطلاح عوامل زیادیه، چرا رو سینگل کیس طرحهای ABAB به اصطلاح نرفتید و مثلا روی این طرحها کار نکردید که به اصطلاح نتایج بهتر بشه، یا مثلا روی حالا کاگنیتیو نوروساینس و سنجش های دقیق تری برای بحث اگر می رفتید خیلی کارتون بهتر می شد. حالا این می تونه در پیشنهادهای پژوهشی بعدی شما یا خود شما که انجام می دید حتما می تونست کمک کننده باشه. مورد دیگه و حالا که شما رفتید حالا روی تعداد زیاد که خودتون هم اذیت کردید می تونه توی یک کیس انجام بشه و نتایج ولید و ریلایبلی شما به دست بیارید، خب وقتی تعداد زیاد رفتید مثلا میتونستید خیلی متغیرها رو آیا رفتید رو کنترل بعضی از متغیرهای میانجی و مدیتور؟ مثلا ببینید سبت یادگیری تحقیقات نشون داده که خب سبت یادگیری جذب کننده در برابر سبت یادگیری انطباقی احساس پشتیبانی زیادی رو نیاز میکنید. میخوام خدمت شما عرض کنم که متغیرهای زیادی بودن که آیا در گوشه کارتون در لیترچر که بهش رسیدید رفتید مثلا یک همچین متغیرهایی رو کنترل بکنید؟ این یه سوال و من وقت دوستان زیاد نگیرم. بعد اگر بنده از آقای دکتر رحیمی عزیز جوان دوست داشتنی فعال یه سوال بپرسم، آقای دکتر بنده الان اگر بخوام در بازی‌های آموزشی عرضم به حضور شما که بگم آقای دکتر میگه در برای طراحی پیشنهاد جدید آقای دکتر که به بدنه دانش می افزاید چی هست؟ یعنی من چی یادداشت کنم از فرمایش های شما؟ مثلا حتی مثلا یک پاراگراف نه، یک جمله
یا یک به اصطلاح فکر کنید یه بولیت میخواییم بدیم در اونجا بگیم آقای دکتر رحیمی میگه این. من خیلی سپاسگزارم از دوستان عزیز انجمن که بزرگوانان زحمت میکشن، وقت میذارن و به اصطلاح این جلسات رو تدارک میدن که ما یاد میگیریم. بنده دیگه عرضی ندارم، منتظر به اصطلاح راهنمایی های جناب عالی هستیم. آقای دکتر ممنونم از شما. منم از شما میخوام اگر یک جمله بگید که کلن سوالتون چی بود خیلی خوبه. یه مقدار طولانی شد، من سعیم بر اینه که واقعا بتونم پاسخ بدم. خیلی سوالات عالی پرسیدید و خیلی خوب بود. اولا در مورد متدولوژی خدمت شما عرض کنم که وقتی بحث رندوم اساینمنت هست، یعنی افراد رو به صورت تصادفی ما تقسیم بندی میکنیم، خیلی از موارد به صورت طبیعی کنترل میشه. به عنوان مثال، خب من یه اسلاید دیگه داشتم، اونها رو حذف کردم که آیا در گروه هایی که در این چهار گروه، فکر کنید مثلا آیا در یک گروه کسانی که تجربه بازی فراوان داشتن قرار گرفتن و در گروه های دیگه کسایی که تجربه بازی پایین داشتن قرار گرفتن، که اینطور نبود، همه ی گروه ها برابر تقسیم شدن چون تصادفی بود، و آیا اونهایی که خودشون ابراز کرده بودن که من خلاقیت بیشتری دارم در یک گروه قرار گرفتن و در مقایسه در... خب این به عبارتی تقسیم تصادفی افراد خیلی میدونیم که تو بحث اکسپریمنتال ریسرچ خیلی کمک میکنه که خیلی از مشخصه های بیرونی افراد کنترل بشه. ولی اونچه که من کنترل کردم خود اون بحث پری تست خلاقیتشون بود که اون به عنوان یک کووریت توی آنالیز من قرار گرفت که تونست اون ارورهایی که وجود داشت رو بکشه بیرون از توی آنالیز. بحث های دیگه، خب متدولوژی ها فراوانه، هر کس میتونه یک متدولوژی رو انتخاب بکنه. اون چیزی که احساس میکنم خیلی میتونست اون پاسخی که میخوام رو به من بده از دید من همین نوع اکسپریمنتال بود، و اینکه شما دقت بکنید چهار گروهه و خب دو نوع حمایت وجود داره. بهترین دیزاینی که میتونست انجام بگیره همینه که شما بتونید به یک گروه یک نوع حمایت رو بدید، به گروه دیگه حمایت بعدی رو بدید و به یک گروه هر دو رو بدید، که اگر اینطوری شما میتونید آیزولیت بکنید اون حمایت رو، بفهمید که داره خلاقیت از کجا داره میاد. اینم که گفته بود اگه سینگل کیس انجام میشد، خب خیلی جنرالایزابیلیتی کار میومد پایین، یعنی شما نمیتونستی به راحتی بگید که خب این کار میتونه رپلیکیت بشه، شاید تو کیس بعدی این رپلیکیت نشه. اصلا اکسپریمنتال ریسرچ جذابیتش به همینه که شما یکم میتونید با سینه ستبتر بگید که خب این فایندینگ، این چیزی که من پیدا کردم، ممکنه جاهای دیگه تکرار بشه. اما خب بله، محدودیت زمانی وجود داشت. دوستان میبینم سوالشون برای این که مثلا هوش مصنوعی چطور میشه استفاده بشه هست. دقیقا بعد از اینکه این کار من تمام شد، یه پیشنهادی به من شد که یک پروپوزال بنویسم که زیر مجموعه از یک اینستیتوشن بزرگ هست که حالا قراره بهش پول تعلق بگیره، فاند تعلق بگیره، برای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش در کارهای مختلف. یک پروژه که من تعریف کردم همین پروژه سنجش و ارتقاء خلاقیت توسط هوش مصنوعی بود. خب توی این استادی که من انجام دادم، که حالا گفتید بحث کاگنیتیو ساینس و استفاده از تست های کاگنیتیو و اینها برای خلاقیت، نورو کاگنیتیو که خیلی توی خلاقیت هم استفاده شده هست، تست های اون تیپی که مثلا کجای مغز انسان فعال میشه وقتی که خلاقیت از خودش نشون میده، ما استفاده از هوش مصنوعی به عبارتی کار رو خیلی ساده میکنه که شما در حالت ریل تایم همینطور که طرف داره با اون سیستم کار میکنه، کارهایی که ازش سر میزنه، داده هایی که تولید میکنه، که تقریبا تبدیل میشه به بیگ دیتا، یعنی شما یک جریان زیادی از داده رو توسط اون فرد دریافت میکنید و بعد بتونید اینو آنالیز بکنید و بفهمید پترن هایی پیدا بکنید که بفهمید این فرد الان داره به سمت خلاقیت میره یا نمیره، بعد در اون حالت شما بیاید مداخله بکنید و اینتروین بکنید. توی اون ریسرچ که من پروپوز کردم و نوشتم، کل ریسرچ من، یعنی اون زمان استادی یا اینترونشن، 2 هفته خواهد بود و نه 2 ساعت، و هر روز تقریبا 1.5 ساعت زمان افراد خواهد، یعنی به عبارتی گذاشته خواهد شد، برای اینکه با این فضا کار کنن و از حمایت ها استفاده بکنن برای ارتقاء خلاقیتشون، با استفاده از یک روشی به اسم deliberate practice، یعنی تمرین به عبارتی متمرکز روی یک خصوصیت خلاقیت که افراد توی اون ضعف دارن. خب اینو نمیتونید شما به راحتی بفهمید اگر سیستمتون یا متدولوژیتون اینطوریه که افراد میان کار خودشونو میکنن، بعد شما تستشون میکنید، بعد متوجه میشید که پایینن یا بالان یا متوسطن تو خلاقیت.
این ایده ای که من دادم اینه که سیستم خودش متوجه میشه که شما الان بعد از مثلا 3 روز کار کردن با این سیستم بالا رفتید توی این مشخصه خلاقیت، پایینید یا متوسطید. اگر پایینید تو کدوم قسمتش پایینید و ما چه کار بکنیم که این پایین بودن بیاد به متوسط و به بالا تبدیل بشه در نهایت در انتهای 2 هفته. خب اول من باید میفهمیدم که آیا اون به عبارتی حمایتی که میخوام بکنم کدوم یکی از اینا بهترینه. خب توی این پژوهش مشخص شد که اون حمایت 2 هر دو با هم بهترینه. حالا در آینده توی متدولوژی خیلی بهتر که شاید از همون سنجش های به عبارتی نوروساینس هم بشه استفاده کرد، استفاده خواهم کرد و نتایج بهتری رو پیدا خواهیم کرد. اگر در کل بخوام یه جمله بگم که توی پژوهش من به چی رسیدم، این جمله میتونه باشه که برای اینکه انسان خلاقیتش بیشتر بشه در این کانتکست خاص، من پیدا کردم که اگر انسان‌ها اول الهام بخشی بهشون بشه و بعد مراحلی رو طی بکنن برای رسیدن به هدفشون برای خلاقیت، خلاقیت بیشتری از خودشون نشون میدن. خیلی ممنونم آقای دکتر. ما حقیقتش وقتمون تموم شده، اما من چون دیدم دوتا از دوستان ما خیلی الان دستشون بلند بود و اینجا بود، اگر اجازه بدین ما آقای وزیری و آقای کریمی هم سوالاشون رو بپرسن و ما بعدش دیگه زمان رو به اتمام ببریم. آقای وزیری الان آقای وزیری فعال شد. خب آقای کریمی رو میخوایم من فعال میکنم. آقای کریمی اگر شما هستین، آقای کریمی البته دوباره خارج شدن. ما یه دونه سوال آقای شهر آینی هم اینجا سوال میخوام بپرسم. آقای شهر آینی شما میتونید بپرسین. اگه دوستان ببخشید چت خیلی رفت بالا، سوالتون رو اینجا بپرسین سریع. یه بار دیگه بنویسین خانم نوری که بذار آقای کریمی هم آقای دکتر فعال شد. من ایشون هم تمرکزش رو بلند کردم، ما در خدمتش میتونیم باشیم. فعال بفرمایید. یه توضیح بدم آقای کریمی در مورد ایمیلشون پرسیدم، ما دوستان پیگیری کردیم، در واقع درخواست همکاری بوده ایمیلشون، حالا چون فعلا زمینش فراهم نبوده پاسخ داده نشد. قطعا در واقع راجع به پیشنهادی که ایشون دادن و دوستان دیگه اگه پاسخ داده نشه به خاطر اینو باید ما جلسه بذاریم صحبت کنیم راجع بهش، و اگر زمینه بود مثلا بتونیم دقیق‌تر پاسخ بدیم ایمیل رو. ظاهرا میکروفونشون جواب نمیده. خانم ادامون هم اونجا نوشته بودن هم اینجا، خانم ادامون هم بگن، خانم نوری هم بله. دوستان الان هر 4 تا میکروفونشون الان فعاله، اگر که میتونن حالا تا فعال میکنن من فکر کنم از فرصت استفاده کنیم. آه دکتر درباره این سوالی که خانم نوری هم اینجا پرسیدن الان مطالعه، اگه اینم جواب بدیم ممنون. بحث علم فیزیک بود و اینکه آیا در جای دیگه امکان پذیر هست. خب مطمئنا ممکنه. این نکته خیلی مهمه که توجه بکنیم که توی این طراحی بازی زیاد بحث علم فیزیک مطرح نبود، یعنی فقط شما باید یک ایده خلاقانه برای اون مرحله بازی طراحی می‌کردید. اینجا خواسته ما این نبود که به این فکر کنن که مثلا این مرحله‌ای که طراحی کردن چه دانشی از فیزیک رو داره نشانه می‌گیره. در حقیقت باید ایده خاص، ایده خلاقانه ای داشتن در مرحله که بیشتر متمرکز روی خلاقیت. ولی حتما توی مباحث دیگه هم ممکنه بله برای خلاقیت تو همه جا وجود داره. اون ایده شاید سوال قبلی هم که پرسیده شد بتونم بگم ایده اصلی من این بود که خلاقیت مثل یک عضله، هر چه بیشتر ازش استفاده بشه بیشتر میشه و با این فضا و با این محیط بازی، طراحی بازی، افراد تمرین بر خلاق بودن میکردن و توی این کانتکست محدود ما تونستیم به این برسیم که اگر این دو نوع حمایت رو از این افراد بکنیم، حداقل اون محصولی که تولید میکنن که اون مرحله بازی بود از خلاقیت بسیار بالاتری برخورداره در مقایسه با اینکه ما حمایتشون نکنیم. حالا اگر این نوع ابزارها رو ما بیشتر بکنیم، مثلا یک بازی برای طراحی یک بازی مثلا در مورد ریاضی داشته باشیم، یکی در مورد فیزیک یا جاهای چیزهای دیگه، ممکنه که افراد خلاقیتشون رو بیشتر ارتقا بدن و در محیط‌های دیگه هم این رو نشون بدن. ممنونم از سوالت. آقای دکتر به عنوان آخرین سوال که دیگه ما خیلی بدقول نشیم در اتمام جلسه، دیدم آقای اسماعیلی هم اگر سوال دارن بپرسن که دیگه
قبل از اینکه این سوال بپرسن، سوال خانمی آقای معلمان، یعنی خلاقیت قابل پرورش هست؟ حتما قابل پرورش هست. بعد از 70 سال پژوهش دقیق روی خلاقیت خیلی نشون داده شده که خلاقیت قابل پرورش هست. سلام، خسته نباشید. آقای دکتر، من در مورد اینکه هدف توی بازی‌ها باید مشخص باشه یا نه سوال دارم. الان بازی ماینکرافت که گفتید، خب هدفش مشخص نیست، یعنی اینکه نمیاد بگه که من میخوام خلاقیت رو افزایش بدم، ولی خب توی بعضی از بازی‌های آموزشی هدف مشخصه و میگه که خب من میخوام این مفهوم ریاضی رو بهتون آموزش بدم. این یکم اون انگیزه یادگیرنده رو به نظرم کم میکنه. حالا شما یه توضیحی در مورد این بدید. خیلی نکته مهمیه. ببینید، توی بعضی از پژوهش‌ها اصلا روی این بحث کردن و پژوهش کردن که آیا ما به افراد اگر بگیم خلاق باشید یا این رو برایشون بیان نکنیم، این تأثیر داره یا نه، یعنی که اونها اطلاع داشته باشن که ما چی میخوایم ازشون. و کاملا چندین پژوهش این رو نشون داده که اگر شما به افراد بگید خلاق باشن، خلاقیت بیشتری نشون میدن. خیلی چیز ساده ای هست. و من حرفم این بود توی اون بحث شکاف پژوهشی توی ماینکرافت. البته ماینکرافت واقعا یک بازی خیلی جالبی هست که انسان رو دعوت به خلاقیت میکنه، یعنی چه بگید چه نگید. ولی اگر بگیم و اگر حمایت هم بکنیم و اگر برای اون حمایت برنامه‌ای هم داشته باشیم، مثل اون بحث مرحله به مرحله، نشون داده میشه، حالا بر اساس همین پژوهشی که من کردم، افراد هم خلاقیت بیشتری نشون میدن، هم امید بیشتری هست که انسان بتونه در کل خلاقیتش رو بیشتر ارتقا بده. اما تو پژوهش خلاقیت که نگاه میکنیم، کلن خلاقیت یک تصمیمه، یعنی شما تصمیم به برخلاق بودن میگیرید و بعد بیشتر خلاق میشید، یعنی بیشتر خلاقیت نشون میدید. خلاقیت در افراد هست، فقط اینکه ما چطور بتونیم اون رو بیشتر بکشیم بیرون و بتونیم اون رو به عبارتی بیشتر ارتقا بدیم. به عنوان مثال، اگر شما تو اون بحث فلوئنسی یا سلاست، تعداد زیاد ایده ها، بتونید یک نفر رو ارتقا بدید سطحش رو، اون فرد اگر ازش سوال بکنید تعداد زیادی به من ایده بده در مورد استفاده از یک مداد، بهتون تعداد زیادی ایده میده. اگر هر شی دیگه‌ای بهش بدید، خیلی سریع میتونه تو ذهنش به تعداد زیادی ایده فکر بکنه و در کل میگیم شاید ارتقاء خلاقیت پیدا کرده. از زمانی که مثلا فکر کنید قبل از اینکه از این ابزار شما استفاده بکنه میتونست 5 تا ایده بده، حالا بعد از مثلا گذشت 1 ماه استفاده از این ابزار که شما تولید کردید، یه چیزی شبیه اون سوال رو بهش بدید، 20 تا ایده به شما میده. خب این نشون میده که در کل یک تغییراتی در خلاقیت ایشون ایجاد شده. اما این نکته خیلی مهمه که گفتید، باید افراد اطلاع داشته باشن که هدف ما چیه، بهشون باید بگیم. و تمام این 4 گروهی که من داشتم، بهشون این اطلاع داده شد که ما از شما میخوایم خلاق باشید، ما نمیخوایم فقط یک مرحله بازی خیلی ساده طراحی بکنید. سعی کنید کاری بکنید که فکر خود شما افراد دیگه نمیتونن انجامش بدن یا تا حالا انجام ندادن. خود این انسان رو شروع میکنه به اینکه فکر کنه خب حالا من چیکار میتونم بکنم که با دیگران متفاوت باشه. و کلا واقعا خلاقیت مگه چیزی غیر از اینه که شما تصمیم بگیرید که متفاوت باشید. البته یه نکته خیلی جالبه دیگه، خیلی تو پرانتز بگم، یه متاکاگنیتیو کریتیویتی وجود داره که شما باید بتونید تشخیص بدید، اگه کسی به شما نگه، باید بتونید تشخیص بدید که کجاها خلاق باشید کجاها خلاق نباشید. اگر بتونید بفهمید این رو، خیلی موفق ترید تا اینکه یه نفر تصمیم میگیره باید و به هر شکلی من باید در همه شرایط خلاق باشم. این آدم ممکنه به مشکل مواجه بشه. به آدمی که میتونه تشخیص بده اون نقطه‌ای که میتونه خلاق باشه و خلاقیتش به درد بخوره، خیلی موفق تر خواهد بود. خیلی ممنونم. خیلی ممنون، متشکرم از شما. ما حقیقتش دیگه زمانمون تمومه. آقای دکتر مهدوی نسب چه کنیم؟ چند تا سوال مونده. اگر دوستان سوال دارن، من مشکل ندارم بمونم، ولی خب آقای دکتر رحیمی، خود شما صلاح میدونید، اگر واقعا فرصتش رو دارید و برنامه خاصی ندارید و دوستان سوالاتشون مونده، صلاح میدونید در خدمتتون هستیم. دیگه دوستان میپرسن که کی میام ایران از دانش ما استفاده کنم. من فکر کنم اگه بیام بیشتر وبالی باشم بر ایران. دکتر یه سوال خودم از خدمتتون بپرسم، اینکه در واقع سوال اینو تا کلی سرم حاصله با توجه به اینکه آقای دکتر باقری هم گفتن، منم میدونم خیلی از بچهای ارشد اینجا هستن و علاقمندن درس بازی و شبیه سازی دارن، در مورد این ترندهای در واقع پژوهشی راجع به بازی‌های آموزشی بفرمایید.
خود یکی ترند هایی که حالا من خودم توش خیلی درگیر بودم از اولی که اومدم با استادم کار کردیم تو اون زمینه، سنجش بوده واقعا با استفاده از بازی ها، یعنی استفاده بازی ها برای سنجش توانایی های قرن 21 یا برای سنجش توانایی های مثلا یادگیری بکنید مثلا فیزیک. خب اساس این بازی زمینه بازی فیزیک ما سنجش به عبارت دانش فیزیک افراد بود، اونم توی کلاس های حالا به اینجا بخوام بگم کلاس هفتم تا کلاس 11 که افراد میان بازی میکنن و در به صورت ریل تایم در همون حالت زمان بازی به هر حال از خودشون یه سری داده تولید میکنن، مثلا فلان مرحله رو حل میکنن و اون فلان مرحله داره مثلا فلان کانسپت فیزیک رو نشانه میگیره، مثلا قانون اول نیوتن. خب اگه یه نفر 10 تا اون مرحله رو حل بکنه و در حالی که داره حل میکنه از خودش داده هایی رو بگذاره که ما میتونیم به عبارتی به این برسیم که این فرد دانش فیزیک خوبی داره در مورد قانون اول نیوتن، با استفاده از یک روش آماری بیژن نتورک ما به این میرسیم که احتمال بالایی وجود داره که این فرد در کل دانشش در مورد قانون اول نیوتن بالا هست یا متوسط هست یا پایین هست و از این دانش استفاده میکنیم برای اینکه بیایم مداخله کنیم توی بازی، بهش مثلا یک مرحله سخت‌تر بدیم، آسان‌تر بدیم برای اینکه بتونه بیشتر بازی کنه و دانش خودش رو بیشتر ارتقا بده. یکی از ترندهای مهم اینه، سنجش و ارتقاء توانایی‌های مختلف توسط بازی‌ها. یه نکته‌ای که فکر کنم یکی از دوستان پرسیدن که چرا از مثلا سنجش‌های نوروساینسی استفاده نکردیم، سنجش اگر به صورت سلف ریپورت باشه، یعنی شما از فرد بپرسید که شما چقدر خلاقیت دارید و اون خودش به شما بگه که من خلاقیتم خیلی زیاده، خب این خیلی قابل اعتبار نیست. ولی سنجش های پرفورمنس بیسد، یعنی شما از یک فرد بخواید یک چیزی رو تولید کنه و بعد شما اون رو سنجش کنید، خب اینا بهش میگن سنجش هایی که از اعتبار بالاتری برخورداره. این نوع سنجش یعنی سنجش بازی محور که ما بهش میگیم استلث اسسمنت، که فکر میکنم حالا دوستان بعدا اطلاع میدن، از استاد من دعوت کردن همین انجمن و انشالله فکر میکنم دو ماه دیگه جلسه ای خواهیم داشت به خود ایشون ارائه خواهند داد. به نظر من خیلی فرصت خوبی هست اگه دوستان شرکت بکنن توی اون جلسه، این ایده رو توضیح میدن که خود ایشون مبدع این ایده بوده توی دنیا برای سنجش و ارتقاء توانایی‌های مختلف توسط بازی. اما خب چیزهای دیگه هم وجود داره تو بحث بازی ها. یکی دیگه از چیزهایی که بهش اشاره کردم بحث هوش مصنوعی هست که داره خیلی باب میشه نه تنها توی بازی ها بلکه توی فضاهای دیگه. اخیراً فکر میکنم حدودش 2 ماه پیش یک پروژه خیلی بزرگ توسط نشنال ساینس فاوندیشن آمریکا که چیزی تو مایه های فکر کنید بنیاد نخبگان خودمون هست، یک بودجه بسیار کلان 20 میلیون دلار به این گروه دادن که یک مؤسسه ای ایجاد بکنن روی این بحث رو تحلیل بکنن که هوش مصنوعی رو چجوری میشه استفاده کرد. یک تصویر خیلی جالب اون گروه طراحی کرده بود، اون هم از یک کلاس درس معمولی که درش هوش مصنوعی کمک معلم شاگردها بود در لحظه‌ای که اونها داشتن کار پروژه‌ای انجام میدادن. فکر کنید مثلا تو 3 تا میز مختلف یک میز یک کامپیوتر دارن که توش یک نرم افزار که هوش مصنوعی هست به اونها در ارتباط با پاسخ میده، یک میز یک ربات هست که داره باشون صحبت میکنه و معلم هم یک لپتاپ داره یا یک تبلت داره که اطلاعات که دانش آموزا دارن در همون لحظه صحبت میکنن سنجیده میشه، به یک کلاود میره، سنجش میشه و به معلم این داده ها رو میده که مثلا فلان گروه الان داره از مسیر خارج میشه، برو سر اون گروه و بهشون کمک بکن. یه چیز تو این مایه خیلی چیز جالب و جذابی هست بحث هوش مصنوعی. حالا اون مؤسسه‌ای که من یه پروژه‌ای رو توش برگزار داده بودم هم شبیه این هست، دوباره داره یک ایده‌ای رو میده که استفاده از هوش مصنوعی برای سیمیولیشن ها و بازی ها، بهش به عبارتی سیریس گیمز میگن، یعنی اون بازی که یک هدف آموزشی رو دنبال میکنه یا لرنینگ گیمز، که توی این مؤسسه پروژه های مختلفی تعریف شده از جمله همین پروژه که من خدمت شما عرض کردم. و خب روش های یعنی ترند های ساده تری هم برای بازی ارتقاء بازی محور توانایی ها وجود داره، اینکه به هر حال بیایم یه بازی طراحی بکنیم که یک هدف خاص داره، مثلا آموزش ریاضی، آموزش فیزیک یا چیزهای دیگه، و بسنجیم که چطور این بازی میتونه ارتقا بده. اما دو نکته اصلی که خیلی به نظر من داره جذاب میشه و احتمال
احتمالا تو 10 سال آینده خیلی ازش بشنویم، بحث سنجش نامحسوس یا استلف اسسمنت هست تو بازی ها و بحث هوش مصنوعی در بازی ها. خیلی توضیح دادم، امیدوارم که مناسب بوده باشه. خیلی ممنونم. میخواین آقای دکتر وحدانی ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای دکتر رحیمی عزیز و بزرگوار. سلام علیکم. درود بر شما، سپاسگزارم. آقای و بقیه اساتید بزرگواری که در جلسه حضور دارن، آقای دکتر نوروزی، دکتر مومنی و بقیه دوستان، آقای دکتر طوفانی نژاد، مهدوی انصاف و بقیه عزیزانی که در گروه حضور دارن، بسیار سپاسگزارم. استفاده کردیم. یک سوالی که داشتم آقای دکتر، بازی خب به هر حال طراحیش بسیار هزینه بره، بعد محدودیت‌های جدی داره که مثلا برای خیلی از موضوعات شاید ما نتونیم بازی تولید کنیم. براش دامنه مشخص شده برای بازی که مثلا میشه برای چه موضوعاتی ازش استفاده کرد یا نه؟ تصور برای این است که تمام موضوعاتی که ما توی آموزش پرورش یا توی آموزش عالی داریم رو ما میتونیم در قالب بازی ایجاد کنیم. یک سوال. سوال دوم در واقع این هستش که رسانه با خودش پیامی رو هم داره، یعنی رسانه پیام داره با خودش. به عنوان مثال افراد وقتی که به تلویزیون نگاه میکنن نوع نگاهشون متفاوت هستش زمانی که با کامپیوتر، یعنی به دلیل اینکه تلویزیون یک وسیله سرگرمی، یک ابزار سرگرمی، شاید خیلی تمایل نداشته باشن مراتب عالی‌تر شناختی خودشون رو به خدمت بگیرن تا زمانی که میان سراغ کامپیوتر، البته شرطی که افراد الان دیگه کامپیوتر هم به یک ابزار بازی تبدیل شده، یعنی نوع نگاه افراد با اینم به یک ابزار راحت و دم دستی تبدیل شده. اینم سوال بعدی من بود که آیا وقتی که ما در واقع زیاد ما آموزش رو به سمت بازی و سرگرمی میبریم، آیا این باعث کاهش اون در واقع جدیت و سیریس بودن مثلا موضوع آموزش و یادگیری نخواهد شد؟ نه، به عنوان انتقاد عرض نمی کنم و کاملا به عنوان سوال هستش. بسیار سپاسگزارم از شما و دوستان عزیز. خیلی ممنونم، سوال خیلی مهمیه. به نظر من اینطور نیست. اگر من این سوال از استادم چند وقت پیش پرسیدم، فکر کنم 6 سال پیش پرسیدم که آیا بازی‌ها در کل به چه شکل هستن، آیا ما از حالت جدی خارج نمی‌کنیم آموزش، جواب اولی که به من داد این بود که به هر حال توی زندگی اعتدال در هر چیزی مهمه. یعنی ما اگر بیایم کل آموزش رو باز ببریم سمت بازی‌ها کار غلطیه. و به عبارتی شما باید سعی کنید اون بازی مناسب و اون تعداد، یعنی زمان مناسب رو طراحی کنید. اینجا دیگه بحث طراح آموزشی میاد وسط. مثلا به عنوان مثال اگر شما جستجو بکنید توی نت، یه مدرسه‌ای در نیویورک هست به اسم Quest to Learn، یعنی بخوام ترجمه کنم یعنی تلاش برای یادگیری یا این همچین چیزی. کل این مدرسه تشکیل شده از به هر حال هم جدی هم به صورت بازی محور. شما در این مدرسه گروه هایی میبینید تشکیل شده از شکل از معلم، طراح بازی و طراح آموزشی، که مثلا اون مفاهیمی که مفاهیم سخت هستن بچه ها یاد نمیگیرن رو تبدیل میکنن به بازی، حالا به صورت آنالوگ یا دیجیتال، و سعی میکنن که بچه ها رو کمک کنن که اون مسائل رو راحت تر یاد بگیرن. ما نمیتونیم از این بگذریم که انسان کلن یک به عبارتی روح، یعنی چجوری هم یک وجود علاقمند به بازی داره از کودکی. خیلی ها میگن ما وقتی کودک هستیم با بازی کردن بیشتر یاد میگیریم، با دنیا ارتباط برقرار میکنیم و چیزها رو یاد میگیریم. خیلی ها میگن که چی میشه که ما استوب میکنیم بازی رو، مثلا به سن 7 سالگی میرسیم و میشونیم یک بچه رو تو کلاس و ازش میخوایم که چیزی یاد بگیره. نظر خود من، به نظر حالا با این تحقیقات اندکی که داشتم، این هست که بازی ها کمک میکنند که افراد اون نهایت توانایی خودشون رو بروز بدن. وقتی یک نفر بدون این که به این فکر بکنه که مثلا داره سنجیده میشه یا داره یه چیزی رو یاد میگیره، توی یک محیطی غرق بشه، خیلی ساده تر میتونه اون مطلب رو یاد بگیره و ما خیلی ساده تر میتونیم بسنجیمش. به این دلیل ما به اون روش میگیم استلف، یعنی تقریبا دزدانه یا نامحسوس. نه اینکه اون فرد آگاه نیست و ما داریم میسنجیمش، بلکه انقدر اون درگیر اون تسک هست، اون بازی هست، اون کاری که داره میکنه هست، که فراموش میکنه که اصلا داره یاد میگیره یک مطلبی رو یا داره سنجیده میشه. خب این کمک میکنه که کاملا خودش رو بروز بده، هر توانایی که داره رو بریزه بیرون و با لذت همین کار رو بکنه.
اما مطمئنن بازی ها مخصوصا به این روش میتونن به صورت کمک آموزشی استفاده بشن، نه اینکه ما بیایم جایگزینشون بکنیم با اون روش جدی یادگیری. روش های درگیرانه یادگیری زیادی وجود داره، مثل پروژه محور، مثل حل مسئله ها، یا مثلا تمرین های آثنتیک که فکر کنم ترجمه شده اصیل. اینها روش هایی هستن که خیلی بهترن از اینکه شما یک سوال خشک ریاضی مثلا از یک دانش آموز بپرسید. به جاش میتونید یک پروژه خیلی خوب طراحی کنید و او بره تحقیق کنه، پروژه رو انجام بده یا یه محصولی تولید بکنه و بیاد به شما بده. اما بازی هم میتونه کنار این قضیه قرار بگیره، مخصوصا اگر سیریس گیمز باشن، طراحی آموزشی توش انجام بشه و مخصوصا اگر بتونن واقعا بسنجن و بعد از سنجیدن بتونن در آن واحد به شما بازخورد بدن. من یک تلفیقی از همه اینها رو میبینم. کلا من توی بحث آموزش با اون دسته از افرادی موافقم که پراگماتیکن. یعنی چی؟ یعنی از هر چیزی اون چیز مناسبش رو استفاده میکنن، یک سیستم تولید میکنن که خروجی هر کدوم از این کامپوننت های سیستم ورودی یک کامپوننت دیگه است و کل این سیستم وقتی با هم قرار میگیره اون تاثیر نهایی قایی رو میذاره. به هر حال اگه بخوایم به بازی ها به عنوان یک حتی زنگ تفریح هم نگاه بکنیم، یک زنگ تفریح اکتیو میتونن باشن. شما اگر تو بحث اسپورت منیجمنت نگاه بکنید، کسایی که توی ورزش کار میکنن، اگه یک ورزش یک کار سخت درگیرانه ورزشی انجام بدید که عضلات بسیار دم کرده یا به عبارتی درگیر هست و درد میکنه، راه این نیست که ثابت بشینید. راه اینه که اکتیو اون اسید لاکتیکی که تولید شده رو از بدنتون خارج کنید، یعنی مثلا راه برید یا یک فعالیت کمتری انجام بدید. توی بحث بازی ها من میتونم حداقل به یکی از نکات مفیدشون به این نکته اشاره بکنم که افراد میتونن به صورت فعال یک زنگ تفریح از اون آموزش سیریس یا جدی داشته باشه. امیدوارم که پاسخ خیلی ممنونم آقای دکتر، فوق‌العاده. خواهش می‌کنم. آقای دکتر، آقای وزیری چون دفعه قبلم به اصطلاح می‌خواستن صحبت کنن ولی نتونستن، اگر آقای وزیری هم میتونن الان میکروفونشون فعاله که دیگه به عنوان آخرین سوال ما سوال ایشونو داشته باشیم و دیگه جلسه رو به اتمام برسونیم. دوستان همشه اینجا این حالت توی انگلیسی میدارید یا نه کوتیشن میذارن دو طرف یک چیزی که میخوام بگن، وقتی اینو میگن یعنی منظورمون واقعا اون نیست. شما من هم فکرم جوی آخر درست میفرمایید. خب آقای وزیری ظاهرا هنوز میکروفونشون فعال نشده دیگه. ما حقیقتش من واقعا از همه عذرخواهی میکنم چون که فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه، ولی من خودم هنوز دارم لذت میبرم و اینقدر شما روون میگین و خودمونی هستید و آدم حس راحتی باهاتون داره. بازم از دوستان انجمن آقای دکتر نوروزی، آقای دکتر مهدوی نسب، آقای دکتر مومنی، آقای دکتر مقامی، اگر نکته ای هست خانم دکتر پورجمشیدی، اگر نکته ای هست بفرمایید که ما دیگه جمع‌بندی رو بکنیم و جلسه رو بدون کوتیشن تموم بکنیم. بفرمایید آقای دکتر، دیگه ساعت شد تقریبا 8 شب، شما 2 ساعت وقت آقای دکتر گرفتیم، ولی حال اگر که واقعا دوست دارن کسانی دیگه که باشن و صحبتی داشته باشن، این کوتیشن مارک دو مرتبه باز بکنیم شاید بتونیم اضافه کنیم. ولی خیلی متشکرم، من بازم از همه تشکر میکنم، واقعا تشکر واقعی و قلبی. و یه پیشنهاد کوچولو هم دارم و اون این که اگر موقعیت دیگه پیش بیاد شما فقط راجع به بازی و خلاقیت صحبت کنیم. ببینید امروز شاید 1 ساعت ببخشید راجع به رسالتون صحبت کردیم که خب خیلی واجب، ولی شما یه دریا اطلاعات دارید. خواهش میکنم شما در یک بحث بازی و خلاقیت و میتونه مخصوصا مورد استفاده قرار بگیره. من دیگه حرفی نمیزنم، انشالله که همتون سلامت باشید. محبت دارید. فقط یه نکته ای آی دکتر نوروزی، اتفاقا زمانی که من داشتم مرور پژوهشی برای کار خودم میکردم، سوال من دقیقا همین بود، آیا بازی ها میتونن روی خلاقیت تاثیر داشته باشن یا نه، که اون 3 دسته ای که بیان کردم. در حین کار روی اون بحث مرور پژوهشی، بله خب استاد من آدم شناخته شده ای هست، ازشون خواسته شده بود یک فصل کتاب بنویسن روی همین بحث که اصلا اسمش این بود که games and creativity، حالا video games and creativity. و بعد ایشون دید که من دارم روی این کار میکنم، به من پیشنهاد داد به عنوان نویسنده اول و ما تونستیم این رو به چاپ برسیم. تو اون کتاب فکر میکنم تو هم 1 ماه آینده چاپ بشه، یه فصل کامل در مورد اینکه آیا بازی ها تاثیر دارن روی خلاقیت یا نه،
که هستش، اگه دوستان خواسته باشن میتونم لینکشو قرار بدم، ولی حتما به نظر منم میطلبه که یک صحبت کامل در این زمینه داشته باشه. اخیراً هست. معلوم منم واقعا تشکر کنم دکتر رحیمی که در واقع پذیرفتن در خدمتشون باشیم و افراد جدیدی هم معرفی کردن، همچنین از شما دکتر طوفان نژاد که واقعا با این تشکیل کمیته بین‌الملل حتما یه دریچه جدیدی برای انجام باز شد و حتما نتایج خوبی خواهد داشت. آقای دکتر رحیمی واقعا ازتون ممنونیم، واقعا استفاده کردیم. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم، میتونیم خداحافظی کنیم از آقای دکتر طوفان نژاد و دوستان دیگه. سلامت. خیلی ممنون. منم در آخر واقعا از همتون تشکر میکنم، از ابتدایی که من آمدم آمریکا، حالا دکتر نوروزی دوستان دیگر رو از نزدیک دیدم توی یه جلسه و بیان کردم که واقعا یکی از دغدغه‌های من است که با ایران در ارتباط باشم، حتی اگه اینجا به هر حال بنا به اقتضای شرایط تا یه مدتی بمونم. ولی البته پاسخ بود دوست عزیزمون، حتما ان شاءالله برمیگردم ایران هر زمانی اگر مفید باشم، اگرم نه که شاید یه کار مثلا یک بقالی جایی میزن کار میکنیم زندگی میکنیم مثل دیگران در ایران اگر از این دانش استفاده نشه باشه. ولی این یک فرصت مغتنم برای من که با شما در ارتباط باشم و سعیم بر اینه که این ادامه دار باشه. خیلی خوشحال میشم. حالا ما توی بحثای دیگه هم پژوهش هایی داشتیم که اونها هم میتونه یه جلسه ای باشه که بیان بشه، مخصوصا روی بحث همین ارتقای دانش فیزیک افراد، نه تنها خلاقیت بلکه فیزیک توسط بازی ها. خوشحال میشم اگر فرصت دیگه باشه که در آینده در خدمت دوستان باشه. خیلی ممنونم. باعث افتخار ماست آقای دکتر که در حقیقت به نوعی یکی از شعبات ما در دانشگاه فلوریدا هستش. ما اینطوری برعکس نگاه میکنیم و قطعا خوشحالم که بودن شما اونجا بعد از نسل قبل از شما که دکتر نوروزی و هم نسل های اونها هستش، بودن شما اونجا خیلی کمک میکنه که نگاه اساتید برجسته و گروه های تخصصی در این زمینه به تکنولوژیست های آموزشی که در ایران هستن نگاه خیلی خوبی بمونه و این نگاه بالاتر هم بره. ما انشالله این ارتباطمون با شما همینطور حفظ خواهد بود در کمیته بین الملل و شما رو عضوی از انجمن فناوری آموزشی میدونیم و میبینیم و در ادامه هم با هم همکاری های خواهیم داشت. من بازم تشکر میکنم از شما، از آقای دکتر نوروزی، از تمام اعضای انجمن که این زمینه و این بستر رو فراهم کردن که ما بتونیم این تبادل تجربه رو داشته باشیم. اگر که شما یه نکته ندارین ما خداحافظی میکنیم از همه. ممنونم از شما. نکته دیگه نیست. یکی دوستان در مورد اینکه ما واقعا در مدارس خلاقیت رو میکشیم بیان میکنن، این یک چیز اپیدمیه در حقیقت در کل دنیا هست. خیلی خلاصه بگم این رو، بحث کشتن خلاقیت در کل دنیا وجود داره و الان تقریبا یک موومنتی، یک حرکتی انجام شروع شده برای اینکه واقعا فضا رو باز بکنیم برای اینکه افراد خلاق باشن. کلا خلاقیت توسط افراد زده میشه، پس زده میشه. اگر شما یک دانش آموز خلاق دارید توی کلاس، معلم زیاد خوشش نمیاد از اینکه یک نفر خلاقیت از خودش نشون بده، یه مقدار آزاردهنده است. بس ما نیاز داریم واقعا این تحمل افراد رو در محیط بالا ببریم. مثلا فکر کنید یکی از چیزایی که خلاقیت رو میکشه انتقاد شدیده، یعنی یک نفر رو به صورت شدید انتقاد بکنید از اون ایده دیگر نمیاد. این تحمل داشته باشیم ایده ها رو خیلی سخت و سخت گیرانه برخورد نکنیم، باعث شاید لحظه اون ایده خلاقانه نباشه ولی دعوت میکنه افراد رو به اینکه بیشتر خلاقیت نشون بده. اما میگم این یکی از خصوصیت های خلاقیت پس زده میشه و در کل در دنیا وجود داره، در ایران ما هم متاسفانه وجود داره. حتما روی این شخصا کار خواهم کرد ان شاء الله در آینده، شاید با ایجاد شرکت ها یا
NGO های خاص بشه، ابزاری رو طراحی کرده که در مدارس استفاده بشه، حداقل بچه‌ها تمرین خلاقیت بکنن. شاید از این تمرین خلاقیت در آینده بتونن زندگی خودشون رو ارتقا بدن و کلاً در کشور آدم خلاق بیشتری داشته باشن. شاید این بتونم بگم هدف زندگی من، امیدوارم در آینده بتونم این کار بکنم. خیلی عالی بود، خیلی ممنونم از شما، متشکرم. با اینکه دلمون نمیاد اما دیگه ازتون خداحافظی میکنیم، از همه دوستانی که حضور داشتن در این در حقیقت جلسه، از همه مخاطبین. امیدواریم که بتونیم جلسات بعدی هم به همین قوت برگزار کنیم. خیلی ممنون های دکتر، خدا نگهدارتون و خدا نگهدار همگی دوستان عزیز. خدا از همه.